از کران تا کران ایران، درود بیکران. سلام به همه شما عزیزان، من فرزاد فرزین هستم، میزبان شما در منو بشناس. مهمون ما باشید. اگر سر به سر تن به کشتن دهی، اگر سر به سر تن به کشتن دهی، من یه خاکم که زخمی جنگه، ایستاده با این که مجروحه. من یه خاکم که خنده صلح، جنگ نه جنگ نه تو دفاع ولی کوهه. از شمالم قنوت دم را، تا جنوبم سماع مولاناست. دشت تا دشت پشت من لشکر، کوه تا کوه پرچمم بالاست. من صدای خروش کارونم، ایستاده به وسعت سبلا. مردمم سر به زیر در تاریخ، مردمم سر بلند در دورا. منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در توفانم. منو بشناس به لبخند به زیبایی سون، منو بشناس که من ایرانم. پای سختی به قدرت تختی، عشق با فرهاد، کشور قوم و مذهب و آیین، سرزمین همیشه ی آزاد، خاک آرامش خلیج فارس. وسط مرزهای توفانی، سر فدای وجب وجب این خاک. پایان گنبد خراسانی، من بشناس که از جنگ نگفتم با تو، من بشناس که آرامش در توفانم. من بشناس به لبخند در مهران، تا جنوبم سماع مولاناست. دشت تا دشت پشت من لشکر، کوه تا کوه پرچمم بالاست. من صدای خروش کارونم، ایستاده به وسعت سبلان. مردمم سر به زیر در تاریخ،
دومم سر بلند در دوران. منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در توفانم، منو بشناس به لبخند به زیبای صبح، منو بشناس که من ایرانم، منو بشناس به لبخند به زیبای صبح، منو بشناس که من ایرانم، منو بشناس به عیدتون مبارک عزیزان دلم. امیدوارم امسال سال بسیار خوبی براتون باشه و پر از سلامتی و شادی باشه. تیتراژ برنامه منو بشناس رو با هم دیگه دیدیم که قطعه منو بشناس بود و با همکاری 40 نفر از خوانندگان عزیز کشور تقدیمتون شد. بریم ببینیم در پنجمین و آخرین ویژه برنامه منو بشناس چه اتفاقاتی میفته. با کدومی که از بچه های هنرمند بیشتر عیابیم؟ فرزاد فرزاد. اصالتا کجایی محسوب میشه؟ خارجی. طرف خواننده است، میره بازیگر. من چقدر خوب اجرا میکنی؟ جمله قشنگی گفت. رحمان 1400 رو خیلی دوست دارم. عاشق این بودی که بریم رو استه. برای تو بمیرم و زنده بشم به پای تو. تو اونقدر جدی نشستی اصلا نمیشه شوخی. میخوای من اینجوری بشینم که راحت شم؟ بعد چی ما رو بردی اینجا؟ کارهایی که منوچهر کار کرده کدومشو بیشتر دوست داری؟ همشو. شیکمو تری؟ چرا به من نگاه؟ من همجوری یهو چشم برگشت. دم همتون گرم، بچا خسته نباشید. باحال بودم شب. منوچهر پیشنهاد داد دیگه. نه درسته. دوام میشه، قرم کردی. و من بهترینم. دعوت میکنیم از مهمانان امشب منو بشناس، یک بازیگر بسیار خوب و یک کارگردان درجه یک از دوستان خوب من، خانم یکتا ناصر و منوچهر هادی عزیز. بچه ها خوش اومدین، خوش اومدین. اگر در ابتدا صحبتی هست با دوربین منو بشناس. بله. بفرمایید. من سلام عرض میکنم خدمت همه کسایی که دارن ما رو تماشا میکنن. سال نو رو به همگی تبریک میگم. امیدوارم که امسال سالی باشه که هممون به اون چیزایی که توی زندگیمون خیلی برامون اهمیت داره یا دوستشون داریم برسیم. بسیار عالی. منوچهر جان. بله، من هم سال نو رو تبریک میگم خدمت بینندگان محترم برنامه منو بشناس. به شما تبریک میگم که علی‌رغم خوانندگی در حیطه بازیگری اومدی و موفق بودی و الان هم مثل یک مجری کاربلد و موفق داری برنامه‌ت اجرا میکنی. یه تسلیت میگم به همه خانواده هایی که عزیزانشون رو در سال گذشته به خاطر بیماری کرونا از دست دادن، همچنین هنرمندای عزیزی که به خاطر این بیماری از دنیا رفتن، و امیدوارم سال 1400 در واقع قرن جدید سال خوبی باشه برای مردم، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سلامتی، خوب و تندرست باشن و کنار هم شاد زندگی کنن. بسیار عالی، انشاءالله که همینطور. من شرفت سال 1400 هنوز قرن تموم نشده ها، یه اینجوری که من خوندم آخر سال 1400 تازه، یعنی 1401 میشه قرن جدید. پس من از اول میام. نه دیگه، دیگه گفتی با آخرین سال در واقع قرن این بود. اینو میخواستی بگی. فکر میکنم که همه کمابیش با یه سری مسائل درگیر بودیم دیگه، یعنی طبیعتاً به هیچ کسی در هیچ شرایطی نمیتونست خیلی خوش گذشته باشه.
چون یه چیز جدیدی بود، یه چیز جدیدی تجربه کرد. اصلا من فکر می‌کنم به هر حال همه آدم‌ها توی اجتماع ان که میتونه حال خوب براشون معنا پیدا بکنه. ممکنه یه خوشگلی لحظه‌ای آدم به شکل شخصی تجربه بکنه، ولی شادی ما، حال خوب ما در گروه حال خوب همه کسایی که باشون زندگی می‌کنیم، حتی فراتر از حالا مرزهای ایران، اصلا یه گوشه جهان این چیزی بوده که این موضوع چیزی بوده که همه دنیا باش درگیر بودن و ناخودآگاه، حتی اگر خودمون هم این بیماری رو تجربه نکرده باشیم، حال بعد آدم‌ها رومون تأثیر گذاشته دیگه. من چرا تو کرونا گرفتی درسته؟ برای ما خانوادگی دور هم یه کرونایی گرفتم، در تقدیم بچه‌ها کردم لطف کردم. این فکر میکنی که داستان در واقع واکسن کرونا که خیلی هم تو همه جای دنیا دارن الان شروع کردن به واکسیناسیون کرونا، و در کشور ما فکر میکنی که کی این اتفاق میفته؟ چون ما تک و تک دیدیم که بعضی از هنرمندانمون رفتن در خارج از کشور و واکسن زدن و با در واقع نگاه های مختلفی روبرو شدن. فقط هنرمندا البته فکر کنم نرفتن. نه خیلی ها زدن. من چون هنرمندا دیدی که همیشه چون تو چشن بیشتر دیده میشه و برخوردهای مختلفی شده با این قضیه. اصولا اگر یه هنرمندی بره در جایی بتونه واکسن رو بزنه، من ازت کار بعدی انجام داده. من نمیدونم چه بازخوردهایی داشته. فکر کنم منظورتون آقای شهاب حسینیه که واکسن زده بود. واقعا کامنت ها رو نخوندم و خیلی برام مهم نیست که مردم چی گفتن تو این زمینه خاص، ولی به نظر من کسی به لحاظ مالی شرایط مناسب داشته باشه و کاملا قانونی بتونه از کشور خارج بشه و این امکان رو بتونه برای خودش فراهم کنه، من اشکالی درش نمیبینم. یه موقع شما این توانایی رو داری که این فرصت رو در اختیار هموطنهای خودت قرار بدی، در اختیارت حالا مردم قرار بدی و کوتاهی کنی، این اشکال بهش وارده. کما اینکه همواره مسئولان ما میگن مردم باید مراقب باشن، مردم باید سفر نرن، مردم باید فلان کنن، ال کنن، در واقع خود مسئولین هم یک وظیفه‌ای دارن و اون وظیفه به نظر من اینه که زودتر این واکسن رو وارد کنن، حالا به هر نحوی که شده، که شأن مردم هم حفظ بشه، شأن نظام هم حفظ بشه. حالا مسائل سیاسی که باز من نمیدونم چی هست، ولی حتما نکات مهمی هستش که واکسن رو از خیلی جهان نمیخرن. در هر صورت این امکان فراهم بشه از طرف مسئولین. بله، یه چیزی که برای سلامتی مردم، برای اینکه کسی تواناییشو داشته باشه بتونه بره خودش رو بیمه بکنه در مقابل این بیماری، من اشکالی درش نمیبینم. 100% حرف تو منم قبول دارم. یک تا جمله از کرونا بیایم بیرون، یه ذره خیلی دیگه داریم کرونا است. بنز کافی مردم. مثل برنامه‌های شبکه سلامت. آره خیلی دیگه شنیدیم و همه راجبش صحبت کردم. من که یه روز در میون کرونا میگیرم. یعنی صبح پا میشم گلوم درد میگیره، دوباره تا شب 400 بار تا حالا تست دادم. این واقعا ذهنمون رو درگیر کرده. وقت تا حالا جواب مثبت نداشتی؟ نه چرا، جواب مثبت گرفتم از کرونا یه بار توی یک بار پس آره. گرفتیم قبل از شروع سریال مرک گدایان گرفتم، ولی خدا رو شکر خیلی چی میگه قوی نبود، یعنی رو بدن من خیلی تاثیر نذاشته بود اون دفعه. یعنی دلیل نمیشه، البته من خیلی صحبت کردم با دکترای مختلف، گفتن دلیل نمیشه که اگه یه بار گرفتی و اتفاقی نیفتاد حتما هر دفعه همینه، ممکنه دفعه بعد بیشتر بشه. انشالله که هیچ وقت نگیری و سلامت باشی. فداتون بشم. یکتا جان، بعد از سریال دل یه سری حواشی داشت سریال دل که خب خیلی منش خودش هم توضیح داد، یه سری که بیشتر یه سری یک سری میزانش آره بوده است. خیلی بعضی از منتقدین در واقع به منوچهر نقد داشتن سر این سریال و تو دفاع کردی و دفاع کردی، باز اونم یه سری نقد روش شد که آیا به عنوان یه هنرمند داری این کارو میکنی یا به عنوان کسی که پارتنر زندگیت و همسرت هست و اون عرقی که داری نسبت به خانوادت، واقعا کدومی که اینا بوده؟ اولا که خب به هر حال نقد راجب هر کاری وارده، یعنی اینطوری نیست که در مورد کاری نشه حرف زد یا به هر حال نکته‌ای به نظر نرسه. اینکه در مورد کاری نقد هست یا نه، اون بخشش رو من اصلا خیلی نمیخوام اتفاقا واردش بشم، چون که به هر حال مطمئنم که خیلی هاش درست بوده و خیلی هاش درست نبوده به نظر من. ولی اینکه هیچ چیزایی رو بی انصافی آدم بکنه و یه سری
حرفا اسمش نقد نیست، بیشتر اسمش توهین و تحقیر و حسادت و چیزهای دیگه است که در هم در مورد قصن دل درست نیست، هم در مورد کارهای دیگه، خیلی کارهای دیگه هم من میبینم در موردش حرف میزنن، واقعا حرفایی که اصلا خیلی دور از انتظاره. این که به هر حال بعضی از آدمها ممکنه که یک حرفایی رو بزنن اب نداره، ولی خیلی اوقات من احساس میکنم که ما موج سواری داریم میکنیم، یعنی یک حرفی راجع به یه چیزی میاد بعد همه دنبال روی اونن و خودشون هیچ یک جبری رو میفته. آره راجع به مثلا همین شما سوالی که در مورد واکسیناسیون هنرمندا گفتین، اصلا انگار همه یه ناخودآگاه روی موجی سوار میشن و میرن. نه من فکر میکنم مردم چون یه مقداری به هر حال شرایط زندگیشون تحت فشار هست، از اصل موضوع خارج میشن و به هر حال هنرمندا میگم جلو دید هستن و یعنی همه میدونن که خودشون هم اگه تو همین شرایط باشن خب طبیعتا باید این کارو بکنن. نه بعضی وقتا آدم احساس میکنه چیزهایی به هم ربط داده میشه که واقعا هیچ ارتباطی نداره. اینکه ما همه آدم‌ها دچار یک اشتباهاتی هستن، یک ایرادایی دارن که خب طبیعی همه دارن، ولی اینکه ما یه سری چیزای بی ربط رو به هم دیگه میتونیم توی شرایط مختلف به هم ربط بدیم، خب این خیلی عجیبه. ولی چیزی که نکته‌ای که مهمه اینه که اول من تو این کار بازی می‌کردم و اگرم دفاعی کردم به خاطر این بوده که خودم خیلی برای اون نقش زحمت کشیدم، خیلی برای کارم ارزش قائلم و از در واقع بیشتر از همه از حیثیت و آبروی حرفه‌ای خودم دفاع کردم. مثلا الان اگر که راجع به کارهای دیگه منوچهر که من توش بازی نکردم حرفی زده بشه، شاید من در خفا حمایتش بکنم، ولی طبیعتاً به من ارتباطی نداره که خیلی بخوام حرف رسانه‌ای بزنم. ولی من فکر میکنم وظیفه هر بازیگر یا هر آدمیه که علاوه بر اینکه نواقص کارش رو میپذیره، از آبروی حرفه‌ایش، خودش، از زمانی که برای یه کاری گذاشته بتونه دفاع کنه، یا حداقل اون زمانی که اون کار بهش محول شده انقدر برای زحمت بکشه، چون بعضیا سرسری میگذرن به همون راحتی هم میتونن یه کاری رو بذارن کنار. ولی من انقدر واقعا برای کارهایی که بهم پیشنهاد میشه در توانم زحمت میکشم که نمیتونم به راحتی بگم خب حالا نشد، یا مثلا راجبش حرفای بدی زدن اب نداره، اشکال نداره. اینی که مثلا بعضی از بازیگرای دل که حالا اسمشون رو نمیبرم، ولی وقتی که میان، من چون خودم این کارو انجام میدم میفهمم که این کلا فرم چه شکلی است، ولی برای اینکه مردم هم بدونن، خیلی ها مصاحبه کردن از بازیگران دل که رضایت نداشتن و گفتن ما دوست نداشتیم، فیلمنامه رو نخوندیم و از اینجور حرفا، که بعیده یه همچین اتفاق بیفته. و اینکه خب یه سری سکانس ها رو هم خیلی نقد کردن مردم، حالا بعضی هاش هم شاید یه ذره وارد باشه ها، مثلا سکانس که آقای راد بلند می شدن و از کما، خب می گفتن چرا سریع این بدون نقاهت پاشد از اونجا، توضیح می دونم بارها دادی اینا رو خب، ولی آیا ناراحتت کرد این رفتار؟ به نظر رفتار حرفه‌ایه که آدم در یک پروژه کار بکنه و بعد که ببینه حالا یک نقدهایی به سریال میشه، چون بعضی هاش هم به قول یک تا جان ممکنه وارد باشه، بعضی هاشون نباشه. خود منوچهر هم من فکر کنم تو مصاحبهش بعضی هاشو قبول کرده. اما خودت چه احساسی داشتی بعد از این اتفاقات و این رفتارها؟ در خصوص این مورد خاص واقعا خیلی صحبتی ندارم، چون انقدر جناب سعید راد انقدر برای من محترمه و انقدر عزیز و دوست داشتنیه و یک مرام و معرفتی داره توی مناسبات حال شخصی و تا حدود زیادی هم تو مناسبات کاری، واقعا من نمیتونم خورده بگیرم. من یه مطلبی هم توی صفحه شخصیم برای ایشون با احترام گذاشتم، خیلی ها زنگ زدن منو چقدر خوب جوابشو دادی، در صورتی که من واقعا دلی حرف دلمو زدم، یعنی اون چیزی که اعتقادم بود رو گفتم که سعید راد سرمایه هنر این مملکته. حالا اساسا چقدر موفقه، سلیقه چه کسانی هست یا نیست کار ندارم، بالاخره به اندازه سن من بیشتر جلوی دوربین بوده و قابل احترامه و به هر دلیلی هر کدوم از عوامل فیلم من، سریال من،
از نتیجه کار راضی نباشن به گردن منه، مسئولیت کار به عهده منه. این که چقدر منصفانه گفته یا نه، اون قضاوتش رو من به عهده نمیگیرم، ولی نه بذار من بگم، ولی واقعا من ناراحت نشدم ازش، اتفاقا بهش حق میدم. ولی یک چیز، یک سری از صحبتهاش شاید حواسشون نبوده از این جهت که من فیلمنامه به من ندادن. مثلا ما 22 قسمت فیلمنامه دست ایشون بود، حالا اگر نخوندن 22 قسمت دستش بود، هنوز 7 8 قسمت 10 قسمتش مونده بود که نوشته بشه. در هر صورت من چه قرار بود واقعا بدون تعارف بدون اینکه بخوام خودمو خیلی جذاب نشون بدم که من چقدر وای خوبم و اینا، نه واقعا مقصر منم. چه بسا وقتی یه فیلم خوب میشه خیلی از بازیگرا، خیلی از عوامل مثلا سهم من رو لحاظ نمی‌کنم. اونها بخوان یا نخوان سهم من لحاظ شده است، سهم من محفوظه، سهم توی بازیگر محفوظه، سهم همه محفوظه. اون کسی که کارشناس باشه و منتقد و متخصص کار باشه میفهمه که کارگردان چقدر کارشو درست انجام داده، چه اشکالاتی به متن وارده، چه اشکالاتی به بازی بازیگر، همه اینا مشخصه. و یه سری قضاوت‌ها میشه که اساساً قابل بحث نیست. من هر یک کامنتی که قلبن اینو دارم میگم، هر یک کامنتی که حتی فحش و توهین به من میکنه من خوشحال میشم، میگم یک نفر یه کوچولو دلش باز شد و یک دریچه، یک بهانه‌ای رو گیر آورد که عقده‌هاش رو خالی کنه. من از این زاویه میبینم هر چیز رو، میشه از زاویه خوبش دید، میشه از زاویه بدش دید. من در مورد جناب سعیدرات قلبن دوستش دارم، 10 برابر اینم میگفت دوستش داشتم و من بهترینم. میخواستم بگم که حالا منوچهر درسته که کارگردان باید مسئولیت خیلی چیزا رو قبول بکنه، ولی من به عنوان یکی از کسایی که سر اون کار حضور داشتم، میگم در مورد کارهایی که نیستم خب نمیتونم نظر بدم، ولی از اونجایی که سعی میکنم در زندگیم آدم با انصافی باشم، به نظرم که خیلی جاها اصلا اون شکلی که گفته شد واقعا نبود. یعنی فیلمنامه وجود داشت، یک سری اصرارایی روی بعضی چیزا وجود داشت که خب به هر حال وقتی کسی نابازیگره کارگردان شاید بتونه پلک زدنش هم در موردش نظر بده و کنترل کنه، ولی وقتی که یکی به هر حال یک کسوتی، حالا نه اصلا در مورد گفتم آقای جناب راد نمیخوام بگم، ولی کلا به هر حال یک بازیگر حرفه‌ای رو یه مقدار اینکه تو بتونی هر لحظه‌ش رو بهش بگی اینجا اینطوری کن اونجوری کن، دیگه به هر حال اسمش وقتی کسی بازیگره بعضی لحظات رو باید طبیعتاً به حرفه اون مربوطه، در دایره کاری اونه. یعنی اساساً فکر می‌کنی که بازی‌ها تو دل مشکل داشته، یا اینکه اون داستان و اتفاقی که همه مردم راجبش صحبت می‌کنن منتقدین که طولانیه؟ بله اون تقصیر واقعا منوچهر نبود، برای اینکه یه اتفاقی بوده این وسط. آره. ببین چون من به هر حال هم خودم تجربه کار با منوچهر دارم، همین که خودم هم حس میکردم چون من دل رو دنبال میکردم و میدیدم، احساس میکردم داستان سرعتش کنده، اصولا کارهای درام یه ذره سرعتش کندتر است، حالا کارهای کمدی یا فرمای اکشن و این چیزا، ولی یه مقداری بالاخره این حالت بوده که اساسا همه درگیر شده بود. من میترسم بگم بعد من بگه چرا گفت. نه ولش کن، بریم راجع به سال نو سرسبزی و دیگه شادابی و زندگی. نه نمی کنم، ولی تقصیر من، فقط میتونم بگم موزیکم میزنم اینو کلا که ولت نمی کنم، ولی حالا این اینجا رو فعلا. آره خب الان من چی بگم؟ شما سال 90 با هم دیگه آشنا شدین فکر کنم سر کار یکی میخواد باهات حرف بزنه، درسته؟ اینا رو خانوما بهتر میدونن. دقیقاً چه سالی بود؟ نه تو بگو دیگه. اینو دیگه سر یه تلفن بود به اسم روستای مرزی، روستای کرمانشاه، بعدش یکی میخواد کار کردیم ما. ولی 4-5 سال بعد ازدواج کردیم، دیگه رو دیدیم 5 سال بعد، 5 سال بعد خوب همدیگه رو شناختیم، دیدیم اوکی همه چی. آره ما 94 ازدواج کردیم، 94 ازدواج کردیم. هی هر کاری میکردم نمیشناختمش دیگه. وقتی این 4 سال، یعنی 5 سال طول کشید، 5 سالی که طول کشید همینجوری گذشت یا نه بالاخره با هم آشنا شدین و کم کم این ارتباط شکل گرفت؟ کم کم که شکل گرفت، ولی خب اولا که جفتمون خیلی درگیر کار بودیم، بعد جفتمون هم خیلی آدم های قدی بودیم. خب منوچهر پیشنهاد داد دیگه طبیعتا. آره منوچهر پیشنهاد داد، منتها خب هی خیلی مشکوک داری میخند. خب نه درسته، خیلی هم هی دوام میشد قرار میکردیم. اون که طبیعیه خب. اتفاقا زیاد میاد. آره ما 5 سال همدیگه رو میشناختیم، الان 5 ساله که با هم زندگی میکنیم.
منوچهر، از سریال جدید داری الان به اسم گیسو؟ سریال جدیدم گیسو داره پخش میشه. بله. یه سریالم الان پیش تولیدیم. تو پیش تولیدی؟ بله. بیایم اول رو گیسو. الان میگن چقدر کار میکنی یا نفس میکشی؟ اصلا میخوام همین رو بگم دیگه. کارگریم دیگه، کار میکنی. نه آقا نفهمی. سریال گیسو ادامه سریال عاشقانه، یعنی فصل دوم سریال عاشقانه است. بله 100%. و غایبین زیادی هم داشته. آیا اساسا لطمه زد به سریالی و فکر میکنی جذابیت فصل اول رو فصل دوم داره الان؟ چون به هر حال میدونی که فصل اولش فصل خیلی موفقی بود. بله فصل اول اتفاقا چون موفق بود و مورد استقبال قرار گرفت، شما نمیتونی حتی یک بازیگر رو حذف کنی و بگی لطمه نخورد. قطعا لطمه میخوره. ما الان دو قسمت، سه قسمت، چه بسا دو قسمت چهار داریم دوستانی رو که در خدمتشون به هر دلیلی نبودیم رو اول قصه های اونا رو داریم درست میکنیم. بعد شما توی یه سریال 20 21 دو قسمتی چهار قسمت بخوای در واقع کسانی رو که نیستن توجیه کنی، اونم تو ابتدای فصل، تو ابتدای فصل خب بالاخره کار لطمه میخوره و یه مقدار شاید شتاب کار رو، جذابیت کار رو کم کنه. ولی رفته رفته خب سریال قصه خاص خودش رو داره که مربوط به فصل دوست و جذابیت هاش حالا کم کم دیده میشه، ولی قطعا لطمه خورده. و حالا مثلا یکی از بازیگرها که خب فعلا مؤسسا نمیتونستیم داشته باشیمش، ولی بقیه رو میتونستیم در خدمتشون باشیم که حالا باز مسائلی که یه خور شخصیه و ترجیح میدم راجع بهش صحبت. از جمله خود شما که به شدت جات خالی بود، خودت میدونی که من خودم شخصا تماس گرفتم بیای، لطف کردی اومدی و حالا بنا به دلایلی نشد دیگه. تو هم خیلی هوشمندانه خداحافظی کردی. آره. باری کلا که ما باهوشی. خواهش میکنم. نه به هر حال اصولا من فکر میکنم که باید یه شرایط طوری باشه که همه حالشون خوب باشه سر کار. من و تو که به هر حال از اصلا اساسا فرض داشتن کسی که از بودن کسی حالش بد باشه، مطمئن باش اون شخص نباشم اون طرف باز حالش بده. اینو داشته باش. من از اینکه تو نبودی به شدت ناراحتم، ناراحت بودم، تمام تلاشم هم کردم، ولی خودت میدونی داستان چیه و یه جایی دیگه بیش از حد شأن فرزاد فرزین نیست که بخوای ازش دفاع کنی و بیاریش. بله فرزاد فرزین شأنی داره که باید بیان دنبالش با افتخار بیارنش. وقتی این رو متوجه نمیشن، متوجه این موضوع نمیشن، دیگه قشنگ نیست، زیبا نیست که کارگردان بره اصرار کنه به اومدن. من هم توی شرایطی بودم که باید اون کار رو انجام میساختم، وسط کارگیری کرده بودم و به شدت جات خالی بود. فدات بشم بحر. قسمت نبود ان شاءالله. حالا در آینده واسه افتخار به حال من که یکی از تجربه‌های بسیار خوبم فصل اول عاشقانه است که با هم کار کردیم و همیشه همه جا گفتم که خیلی واقعا یکی از سخت‌ترین نقش‌ها رو تو بازی کردی در دو نقش و انصافاً جذاب در اومد. انصافاً برم هم با جزء بخش‌های زحمات خود منوچهر که بسیار فضایی با اینکه عاشقانه فصل اولش خیلی خوب آرتیست زیاد داشت و بالاخره همیشه حواشی هم داره وقتی زیاد میشن آرتیست‌ها، ولی خیلی مدیریت خوبی داشتی و به نظر من فضای فصل اول خیلی فضای پشت صحنه فضای خوبی بود و همه اوکی بودن. ان شاءالله که گیسو هم حتما دیده خواهد شد. الان 21 قسمت گیسو، فصل 2 عاشقانه که به اسم گیسو هست 22. فصل 3 هم داره. فصل 3 من فکر نمی کنم که دیگه در خدمت دوستان باشم. فکر نمی کنم که قطعا نخواهم بود. از این قطعا نیستش که بعداً عوض شه دوباره. مثل خیلی از فوتبالیست ها که خداحافظی میکنن دوباره فصل بعد میان، تیم ملی خداحافظی میکنن دوباره میان. ترجیح میدم وقتمو برای کارهای دیگه بذارم. بسیار عالی. بچه‌ها موافقین یه کار خوشگل از گروه بح بح. دوست داشتنی رستاک بشنویم و بعد ادامه گفتگومونو بدیم؟ یه دست افتخار بچه‌های رستاک بزنیم. We'll be right back.
سکینه و مدن خوشت برم سکینه تو خوراک بلی وقتی که یایی نداری هم دیگر اخو برم سکینه سکینه به قربت میره او مرسی. خیلی ممنون از گروه رستا که یه توضیح میدیم بچه‌ها که کار ما رو کنم خیلی. بله، این کار مربوط به منطقه جنوب کرمانه. در جنوب کرمان از تلفیق موسیقی هرمزگان و در واقع بلوچستان و خود کرمان یه فرهنگ موسیقایی خاصی ایجاد شده و به خصوص در منطقه منوجان این ملودی در واقع از اون منطقه هستش که ما با یه فضای فانتزی و جدیدی در واقع تنظیم کردیم، با کارهای قبلیمون متفاوته و ساز زنبورک و سرنا به یه شیوه متفاوتی در واقع در تنظیم استفاده. بسیار عالی، خیلی هم زیبا. بله، بازم افتخارش. متشکرم. ممنونم. اصولا چقدر مخاطب موسیقی محلی و فولک هستین؟ موسیقی محلی، من مادرم اهل رینه لاریجانه، از توابع مازندران، با لهجه شیرین مازندرانی. یه دست به افتخار مازندرانی بزنیم. بچه پدر؟ بله، تقریبا آهنگای مازندرانی رو گوش میدم و خیلی دوست دارم. پدر هم گلپایگانی بودن، خدا رفتگان همه رو بیامرزه، گلپایگانی بودن و واقعا نمیدونم موسیقی گلپایگان چی میشه. گلپایگانی با عرض معذرت، گویششون چه؟ گویششون همین آخاله آخاله دیگه. آها. مثلا ما میگیم مشتی، عمو، داداش، اینجوریه کلا. اونا نه، اونا آخاله صدا میکنن همدیگه رو. آخاله مثل خاله میمونه. مثلا مازندرانی ها بعضی ها مثلا همدیگه رو میخوان صدا کنن تو خیابون، پسرمو پسرمو کجا میری؟ پسرمو تیکه کلامشونه. ولی گلپایگانی ها آخاله میگن. با افتخار از همینجا به همه گلپایگانی های عزیز، همشهری های محترم پدری خودم عرض ادب، سلام و احترام دارم خدمتشون. سال نو رو به اونها هم تبریک میگم. بله، خب قطعا شمال که زیاد میرین، همه ایرانی ها میرن، ولی خودت بله. فرصت میکنین با همدیگه سفر برین جاهای مختلف ایران؟ تا حالا کجا رفت؟ ما بیشتر سفرهای جاهای مثلا متفاوت و اینا واقعا کاری بوده، یعنی خب خیلی هم خوبه چون یه جاهایی میریم که شاید در شرایط
عادی آدم خیلی به اونجا سفر نکنه به عنوان تفریح، ولی خب جاهایی رو دیدیم که خب خیلی جذاب بوده. خاطره دو نفره از سفرهای مشترکتون داریم؟ چیز جذابی؟ ما اولین جذاب تلفیلمی که با هم دیگه کار کردیم توی یک روستایی بود که اصلا اسم اون تلفیلم روستای مرزی بود. ما اقامتمون توی کرمانشاه بود، ولی اون روستای حدود 3-4 ساعت پالنگان توی استان کردستان بود که بسیار هم زیبا و قشنگ بود. شرایط کار ما البته خیلی سخت بود به دلیل اینکه توی منطقه کوهستانی بودیم و به شدت اونجا زمان توی روز آفتاب شدیدیه که اذیت کننده است واقعا بخواد آدم کار کنه. یعنی خود اهالی روستام صبح زود کاراشون رو انجام میدادن میرفتن مثلا تا غروب دوباره میمدن بیرون، ولی خب به هر حال خیلی جای زیبایی بود. و این همون تلفیلمیه که اولین بار با هم کار کردیم. بله، یه خاطره از این شیرین تر دیگه. دیگه بله دیگه، اولین آشنایی. آشنا بشی بهشم. ازدواج و پنج سال دیگه. پنج سال این مسئله چه اضافه الان شده دو تا پنج سال دیگه. بله ده سال دقیقا شده. یه دهه میشه الان. بله. انشالله که همیشه پایدار و برقرار باشین کنار هم دیگه. بسیار زوج دوست داشتنی هست. من به هر حال چون از نزدیک میشناسم بچه‌ها رو، میدونم که چقدر خانواده دوست داشتنی هستن و هنرمند. بچه‌ها توی همین رفت و آمدهای خانوادگیتون با کدومی که از بچه‌های هنرمند بیشتر عیاقین و رفت و آمد دارین؟ فرزاد. بعد چی ما رو بردین اینجا؟ دیگه میتونستین همینو تو خونه هم به هر حال باشیم در کنار من گفتیم بقیه هم میدونستین ما چقدر با نمکی ما رو برشتی بردین اینجا. منوچهر واقعا شیرینه. حالا اینجا که نشستیم خیلی خب چی میگن اون وقا رو که حتما داره. شیرین باشم ولی تو انقدر جدی نشستی اصلا نمیشه شوخی. میخوای من اینجوری بشینم که راحت شیم اصلا؟ من یه چورد اینجا. نه راحت بشیم بابا، این چه حرفیه؟ خیلی هم ما خیلی از دوستامون هم یعنی که باشون حالا رابطه نزدیکتر داریم. خب کسی هم که یه ذره مثلا پشت صحنن، مثلا شاید خیلی همه مردم نشناسنشون، ولی کسی که بشناسه آقای بهرام افشاری. بهرام افشاری آره، رفت آمده خانوادگی خود شما آقای فرزین. اصلا من چرا اینقدر سر کاره؟ واقعا ما خیلی وقت نمی کنیم. خیلی خب خیلی پرکاری من میشه واقعا وقت نمی کنیم. خدا رو شکر. ولی خودت هم همینجور دوست داری دیگه، یعنی دوست داری همش کار بکنی. من فکر کنم حالا یکی از اتفاقاتی که در زندگی من رخ داده اینه که در واقع برداشتی که از زندگی من میشه اینه که من خیلی پرکارم. حالا من الان برات مثال میزنم. من توی این 3 سال گذشته 2 سریال کار کردم. یه سریال دل، شما 3 سال میشه چند ماه؟ 36 ماه اشتباه نکنم. بعد توی 36 ماه من 2 سریال، سریال دل رو ساختم. 8 ماه پیش تولید گیسو بودیم، یعنی عملا بیکار بودیم. گیسو رو ساختم، الان نزدیک 3 ماه فیلم مدیری تموم شده. رحمان قبل از دل بود، 3 سال پیش. آره. و الان هم 3-4 ماهه که فیلم برداری گیسو تموم شده و بعد از تعطیلات عید میخواییم نیسان آبی رو کلید بزنیم. فیلم سینمایی یا سریال؟ سریال نمایشخانه که بعد. کمدیه؟ کمدی سینمایی بود و الان داریم مجوز میگیریم که کاراشو انجام بدیم که توی نمایشخانگی تبدیلش کنیم به سریال. هنوز کستش و اینا مشخص نشده که چرا؟ تقریبا مشخصه، ولی چون هیچ خبری بیرون نرفته و ما تعهد دادیم که هیچی نگی. ولی چیز خاصی هم نیست، همین بازیگرایی که همیشه معمولا هستن همه دوستای خوب ما هستن، ولی چون اخباری هنوز منتشر نشده و من اجازه انتشار خبر رو ندارم خیلی عذرخواهی میکنم، ولی چیز پیچیده‌ای هم نیست. یعنی به زودی ماشینو قرار بیاد نه مریل استریت. همین بازیگرای جذاب خودمون هستن. بچه‌ها من از همه بچه‌هایی که توی سینما هستن سوال کردم، چون خیلی حرفش هست که مثل خیلی از حرفه‌های دیگه میگن تو سینما هم هر کسی اون اکیپ خودشو باند خودشو داره و اصولا یه سری نقش‌ها میبینم که این نوشته میشه، چرا به مثلا بچه‌های تئاتر نقش داده نمیشه و همش یه سری آدم مشخص دارن کار میکنن. بله. آیا واقعا این هم چیزی هست؟ خودتون بالاخره دارین کار میکنین؟ 100%. بسیار مافیای خدا رو شکر همه هم اینو میگن. بله هست.
هست. چرا اینجوریه؟ شما میخوای توضیح بدید تا من تکمیلش کنم. مثلا همین موسیقی کسی را میدن الان گروه رستاک یه جوون مستعد بیاد بگه آقا من سرناس یا دورناس؟ دورنا پرنده است. دورنا که اصلا پرنده است و کیک در واقع کیک میام بخواد بیا تو گروه راه میدن. حالا هم عذرخواهی میکنم هم میشه بهش گفت مافیا هم یه جایی واقعا راه نمیده، یعنی یه گروهی پشتوانه مثلا شاید 10 ساله 15 ساله دارن زحمت کشیدن کار تحقیقاتی انجام میدن، مخصوصا گروه رستاک. بله با احترام به همه گروهای خواننده واقعا کار خلاقانه و کار جذابی دارن انجام میدن و کاریه که مستلزم سواد، دانش، شعور، تحقیقات، بله. پژوهش واقعا قابل احترام. حالا یه نفر از راه برسه و انتظار اینو داشته باشه که مثلا دوستان 10 سال 15 سال 20 ساله تجربه دارن و حالا چندین سال تجربه همکاری مشترک، یکی از راه برسه بخواد وارد بشه و بعضی هم متوجه این قضیه نیستن که آقا ورود یک مراحلی داره. یک مراتبی داره و یک مرارتهایی رو باید پشت سر بذاری، تجربیاتی رو باید کسب کنی، اینها رو خب خیلی یه روزه اتفاق نیفتاد. ولی حالا در مورد سینما اگه یک تا بگه بعد من کاملش کنم. من یک تا جا اینجوری بگم که یه ذره بیشتر آخه به بازیگر این مافیای بر نمیخوره، بیشتر به کارگردان. چرا اتفاقا اینو میخواستم سوال کنم، تیمی که انتخاب آیا داریم مثلا بازیگرایی که کست تعیین کنه برای مثلا یه کارگردان میام بگن آقا مثلا من اگه میام مثلا این 4 نفرم باید با من بیان؟ حالا منم مثل خیلی آخری چیزا میشنوم، ولی اصولا چیزی که خودم میبینم و میتونم بهش استناد بکنم، خیلی آدم حرفا میشنوه، خیلی هاش ممکنه که به نظر بیاد با توجه به شناختی که آدم از بعضی از آدم ها داره ممکنه به نظر بیاد درست تره، بعضی هاش هم واقعا نه خیلی اون شکلی نیست. من راستش رو بخوام خودم یعنی حتی منیجرم که میخواد کار بسازه تا به حال نشده که بهش برم بگم مثلا تو این کارت من مثلا باشم، در صورت که خب اینو ولی خیلی دیدم که خیلی از بازیگر اصلا هم نمیگم کار بدیه یا مثلا من خودم راستش بخواین اصولا آدم یه ذره خجالتی هستم خیلی بله، یعنی یه کار فقط به منوچهر داشت میخواست بسازه، یه نقشی بود گفتم من اینو خیلی دوست دارم بازی کنم، بعد اون کار نساخت کلا دیگه، تنها کاری که بهش خیلی دوست دارم اونو نساخت. نه اصلا جریاناتی اتفاق افتاد که اصلا اون کاره کدوم فیلممون کدوم فیلمنامه در واقع حالا بعدم ببینم دیگه نساخته دیگه چه فایده داره همون. ولی من شد سوال من اینه که واقعا اصلا درسته ببین در مورد رساک یا گروه های موسیقی آره من قبول دارم که نباید این اتفاق بیفته، ولی چون جای خودشونن و کاستینگ با کارگردانه با کسی که با حالا با تیم خودش نویسنده خودش و کسایی که دارن اون فیلم نامه رو می نویسن حتما میشینن فکر میکنن که هر کاراکتری به چه شخصی میخوره، اما اصولا بعضی از بازیگران این احساس رو میکنن که باید اگر وارد جایی میشن یه سری شرط و شروط بذارن، حالا با توجه به اینکه ممکنه پوزیشن این رو هم داشته باشن که بتونن اعمال نظر بکنن، اما از لحاظ کاری کار درستیه این کار. من قبل از که جواب این سوال تو بدم، چقدر خوب اجرا میکنی؟ به جان فرزاد میدونی که چقدر دوستت دارم، قسم میخورم به جان خودم واقعا خیلی مسلط و یعنی بچه آرامشی میدی به مهمان برنامه، این تسلط تو دمت گرم. چیکار کردی با خودت؟ حالا حتما بعد بگی، چون اجرا ازت ندیدم، همه جا واقعا میگم موفق بودی، ولی خیلی خیلی روون و من خیلی برنامه رفتم و مجری جلوی من بوده، انقدر گرم و صمیمی هستی و انقدر خوب داری اجرا میکنی که من لذت میبرم. قربونت برم، جاده رو واقعا تشویقش کنیم. آقا خیلی متشکرم. در مورد همین مقوله مافیا دیگه کلن، حالا میخوای به این بپردازی و انتخاب بازیگرها که آیا سفارش میشه، همه اینها هست فرضاً نه تنها تو ایران، همه جای دنیا قطعا هست و تو همه مشاغل، تو همه کارها، بالاخره یک سری با مناسبات و با روابط وارد میشن، ولی موندگاری برای کسیه که دانش اون کار رو داشته باشه، علم اون کار رو کسب کنه و با این نیت که بیام یاد بگیرم و روز به روز به دانشم اضافه کنم، اونایی که با این نیت میان موندگار میشن. من همیشه گفتم الان فرزاد فرزین شما اومدی برای کار اجرا، حتما یه سری حمله بهت شده. بله من میگم اصلا اشکالی نداره، فرزاد فرزین انقدر این کار مهمه و انقدر حرفه‌ای این کار که اگر تو بلدش نباشی دیگه سراغت نخواهند آمد. 100%. اگر بیای موفق باشی که مسیر رو ادامه میدی و جایی کسی رو تنگ نخواهی کرد،
این چشم تنگی ها، این حسادت ها برای اون کسی که اینها رو دنبال میکنه میتونه مضر باشه. وگرنه من کارگردان وارد این حرفه بشم، اگر فیلمساز نباشم یه فیلم، دو فیلم، سه فیلم، چهار فیلم، خود به خود باید کوله بارم رو جمع کنم برم. من. این مناسبات هست، سفارش میشه، ولی چه بسا خیلی جاها مفید هستن. مثلا یک بازیگری، مثلا حالا مثال میزنم، مثلا نوید محمدزاده وارد یه پروژه میشه، بالاخره یک عیاری داره، یک رزومه‌ای داره، یک اعتباری داره، قطعا براش مهمه پارتنرش کیه. بله. به عنوان یک بازیگر انتخاب شده، خب شرط میذاره، میگه کی جلوی من بازی میکنه. مثلا میگم فلانی، میگه ببخشید، با احترام مثلا به بازیگری که شما انتخاب کردید، من با ایشون راحت نیستم، یعنی ترجیح میدم اگر قرار بازی کنم این گزینه‌ها باشن. و پیشنهاد درست نه، یه موقع است دختر خاله‌اش رو معرفی میکنه، یه موقع است مثلا دختر بقال سر کوچه‌اش رو معرفی میکنه، مثلا پسر تخصص... معرفی کنه حالا دختر منظور بر چون بحث پارتنر روبرو شد اینا، حالا پسر یه موقع است یکی رو معرفی میکنه که هیچ سررشته‌ای نداره، این غلط اشتباهه، ولی یه موقع است از بین بازیگرایی که میشناسه و از بازیگرایی که خب معروفن و کارشون رو بلدن انتخاب کنه و مشاوره درست به کارگردان و تیم انتخاب کننده بده، چه اشکالی داره؟ ولی کار از جایی لطمه میخوره که نابازیگرها میان، کسانی که تخصص در موسیقی ندارن، تخصص در خوانندگی ندارن، تخصص در اجرا ندارن و اساسا توانشو ندارن، میان و به کار لطمه میزنن، به همون بازیگری که اونها رو معرفی کرده لطمه میزنن. اینها خب اینها هم محسوسه. حالا هر انتخابی میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه، نتیجه کار نشون میده. کارهایی که منوچهر کار کرده کدومشو بیشتر دوست داری؟ یک تا همش. اونایی که خودش میشه. اونایی که خودش. چون ببین یه سری کار منوچهر داره که به نظر من منوچهر یه سری فیلم داره که بسیار درخشانن. خب همه رو میدونه، من دیدم. یه سری فیلم کمدی ساخته که همش پرفروش بوده. و به نظر من فیلم کمدی باید بتونه مردم رو راضی بکنه. به هر حال بخش اینترتین سینما رو میاد و پروتکت میکنه. در نتیجه تو هر بخش موفق بوده. این کارنامه منوچهر هست در سینما. تو بیشتر دوست داری فیلمایی که تو ژانر درام یا حالا مثل کارگر ساده نیازمندی اون سبک ها هست، اجتماعی و تلخ هست، و اونا رو بیشتر دوست داری یا کار کمدی شو؟ واقعا نمیتونم تفکیک کنم. مثلا من رحمان 1400 رو خیلی دوست دارم، به عنوان که خودت هم عالی بودی تو. نه به خاطر اینکه فیلم مثلا موفقی بود و یا مردم دوست داشتن، اون خب خیلی خوشحالم میکنه. واقعا به عنوان یک فیلم خوب، حالا یه ذره متاسفانه این شبهه به وجود اومده هر فیلمی که مثلا کمدیه انگار خیلی نمیتونه الزاما فیلم خوبی باشه، ولی رحمان 1400 حالا درست ژانر کمدی بود، ولی به عنوان یک فیلم خوب من خیلی دوستش دارم. ولی از اون طرف هم مثلا زندگی جای دیگری است، یا یکی میخواد باهات حرف بزنه، یا کارگر ساده نیازمندی، اینا رو خیلی دوست دارم. فیلم خوب خوبه دیگه، به نظرم خیلی نمیشه تفکیکش کرد. منظور چی شد که اکران، حالا شاید خیلی نخوای باز بگی، ولی اکران کار رحمان 1400 یهو از یه جای اکران شد و بعد جلوش گرفته شد و بعد کار اونجوری اومد بیرون و به صورت نسخه غیر قانونیش منتشر شد و بعد از یه تایمی بالاخره کار اومد توی شبکه خانگی؟ چه اتفاقی افتاد؟ آیا مشکلی داشت؟ این سانسورهایی که میدونم توی کارهای دیگه هم مثل عاشقانه اصولا وجود داشته و اذیتت کرد، چقدر تأثیر گذاشته توی روند کارهایی که انجام دادی و لطمه که بهشون زده؟ لطمه که 100% میخوره. یه اتفاقی که فرض آجا میفته اینه که شما در هر رشته هنری، چه بسا در هر رشته ورزشی، وقتی شما شناخته بشی و مردم کارتو رو دنبال کنن، به درستی حساسیت روی شما زیاد میشه. بله. چون تو دیگه میتونی جریان ساز باشی، تو میتونی در واقع بدونی که خودت بخوای الگو باشی برای یک سری جوان، یک سری مخاطبی که کارهایی تو رو دارن دنبال میکنن. حالا تو خوشبختانه توی هم خوانندگی هم بازیگری داری فعالیت میکنی، متوجه میشی من چی میگم. به درستی حساسیت روی شما زیاد میشه و انتظار مدیران ارشاد، انتظار حالا ارگانهایی که نظارت میکنن این قضیه رو روی تو
حساسیتش روی تو بیشتر بیشتر و تو باید مثلا خیلی از مواقع سریال های من مثلا میره تو ارشاد میگن منو چهجان ما ممیزی های ما برای تو جدیتره تا یه کارگردانی که فیلم اوله. خب سوال من اینه مگه این ممیزی ها انجام نشده بوده که اکران شده؟ اونا که همه انجام شده بود ولی انقدر فیلم ازش استقبال شد که به نظر رکورد فروش رو میزد اگر... همین الان هم داره رکورد روزانه، رکورد هفته و رکورد ما همین الان دست رحمان با بلیت 15 تومن. 20 خیلی کم بود تایم شادم نیست من ولی ما روزی 1,400,000 1,500,000 فروشمون بود. فیلم داریم 3 ماه خورده اکران شده 200 میلیون فروخته. بله. روزی 1400 کجا الان رکورد روزانه فروش دست رحمان، رکورد هفته 8 میلیارد خورده ای دست رحمانه و رکورد ماه که 23 روز به ماه هم نکشید 25 روز 23 میلیارد ما فروختیم. هنوز در ماه هیچ فیلمی 23 میلیارد نفروخته. حالا اینا خیلی مهم نیست، مهم اینه که فیلم که خیلی بیش از حد استقبال میشه بعد یه مقدار روش حساسیت به وجود میاد، چیه این فیلم، چی توشه که انقدر مردم دارن میبینن و حالا حسود هم زیاده، نمیدونم حالا شاید بعضی از نقدها و بعضی از سانسورها به درستی باشه برای فیلمی که این حد از تماشاچی رو در بر میگیره. یه موقع توی فیلمی میسازی، من فیلم ساختم کارگر ساده نیازمندی، 10-12 مورد اصلاحی خود رفتیم ارشاد، 10-12 موردش هم حل شد چون فیلم هنری بود، فیلم خاص بود، فیلم دلی بود، کلا مثلا 600 میلیون فروخت، اندازه هزینه‌اش هم کم بود، یک فیلم خیلی خوبی هم بود، فیلم خوبی هم بود و خیلی حساسیت به وجود نیاورد. خیلی مهمه الان حساسیتی که مثلا روی سریال گیسو هست، شما فکر کن اسم سریال عاشقانه بوده، چرا انقدر حساسیت روی این سریال؟ به خاطر اینکه خیلی دیده شد، عاشقانه خیلی دیده شد. حالا به ما که بیشتر از این نمیگن، مثلا اسم سریال گفتم باید عوض کنید، اسم سریال عاشقانه نباشه. کلمه عاشقانه چه باستابی میتونه تو جامعه داشته باشه؟ چه شاید برند شدن این سریال و اون در واقع در هر صورت دیده شدن زیاد شما ببین تا این حد میرسه ممیزی، یعنی اسم کار رو باید عوض کنی و مثلا اسم کار ما گوشیم گیسو و ممیزی هایی که الان داره میخوره و ما که تابع ارشادیم، ارشاد دیگه اینا باید زده بشه بر. حالا نکته ای که به وجود اومده اینه که توی سریال های نمایشخانگی الان ارشاد یه شورای پروانه نمایش داره، فیلم رو میبینن، قل و قم میکنن، نکاتی که از نظرشون اشکال دارن و ما هم رفع و رجوع میکنیم. حالا یه شورای جدیدی به وجود اومده به اسم ساترا که زیر نظر تلویزیونه. بله. فیلم بعد از اون اصلاحی ها میره ساترا و یه سری هم شورای پروانه نمایش ساترا، هر دوشون هم عزیز، هر دوشون هم محترم، ولی اگه یه دونه باشه خب اصلا باید یک دونه باشه. آقا اون شورا و این شورا رو ترکیب کنید. بله. فیلم رو خب اینجوری سلیقه‌ای میشه، الان 10 تا شورای دیگه باشن 10 تا اصلاحیه متفاوت دیگه ممکنه بخوره، سلیقه‌ای اساسا هست دیگه و متاسفانه سلیقه‌ایه، چون منو چرا هادی در واقع استاد کمال تبریزی و فیلمسازای دیگه، حالا فیلمسازایی که فیلم‌های پرمخاطب می‌سازن، ما هم ممیزی رو می‌دونیم، ما متعلق به این کشوریم، ما متعلق به این نظامیم. من چراهادی حداقل دو تابعیتی نیستم که هیچ اشکالی هم نداره، هر کی می‌تونه بره اقامت اونورم بگیره. بله. من تو این کشور زندگی می‌کنم، برای مردم خودم فیلم می‌سازم، اصلا قصد ندارم خدایی نکره به اعتقادات مردم توهین کنم، بخوام به مذهب، همه اینها برای خودم معتقدم. بله. خودم مهمه و احترام میذارم. این همه حساسیت قشنگ نیست، جذاب نیست، یه مقدار باید اعتماد کنن به هنرمند تو همه رشته ها، اساسا به مردم باید اعتماد کنن، مگر اینکه من بخوام خلاف جریان حرکت کنم، من بخوام مخالف قوانین ارشاد فیلم بسازم. اینها قطعا شما میدونی باید، ولی خب این حساسیت ها همیشه هست و ما هم تا جایی که بتونیم از حق و حقوق خودمون دفاع میکنیم. ولی ضربه زیاد خوردی توی این ضربه حساس. مگه میشه ضربه روحی؟ من یادم سریال عاشقانه چقدر فرزاد جان شما داشت. یک پلان 5 ثانیه از فیلم منو ببرن گوشت تن منو بریدن، شاید باورت نشه، شاید حالا بگن حالا چی ساختی که گوشت تنت؟ اونی که ساختم گوشت تنمه، اونی که ساختم بخشی از وجودمه، بخشی از عمرمه، بخشی از منوچهر چیز شده ها، یک تازه خودش دیگه میشینه پروسس میکنه، جوابای مردم هم میگه توی حرفاش، اینقدر صرف کنم مردم که ما مقابل احترام هم مردم از رو هم کامنت ها جان همه مردم. فرزاد مردم فوش بدن به خود اون کسی که فوش هم میده من میگم یه نفر آروم شه، جواب من ندارم. مطالبه مردم به صورت محترمانه، البته نه فوش و توهین که واقعا صحیح نیست، ولی به صورت محترمانه از هنرمند یه چیز طبیعیه، یعنی همه جای دنیا هست. بله. بالاخره شما کار میسازی برای مردم و مردم هم اگر نقدی میکنن و ناراضی هن یا راضی هن یا هر چیزی هست، این حقشونه که این
100% مطالبه رو بکنن. فقط بحث بس این نحوه بیانشه که اکثرا هم توی فضای من به خدا مهم نیست مجازی این چیزا رو می‌بینید، چون این همه مردم رو توی خیابون و این برابر می‌بینید کجای بی‌احترامی هست. من خدا رو شکر می‌کنم باز یک فضایی هست که آدم‌ها همین که باز این هست نه حالا فردا حرفشون رو بزنن حالا این برنامه پخش میشه یک فضای مجازی به وجود اومد که آدم‌ها میان نظرشون رو میگن. خب منم متوجه میشم کسی که اصلا ادبیاتش اصلا 0 تا 100ش غلطه قطعا قابل بحث نیست، ولی من میگم اون هم با همون ادبیاتش من اگر دنبال اشکال کارم باشم از اونی که تاییده میخوام بکنم، از اونی که ادبیات توهین‌آمیزم داره، من اگر قبول کنم اشکالات کارم از اون کامنت هم میشه متوجه اشتباه شد، ولی اگه برم تو موضع دفاع و همش بگی نه این چرا فحش داد اون ولی یکتا اینجوری نیستی فکر کنم یکتا میره و نه من کاری نمیکنم اتفاقا، ولی اعصابت خورد میشه نه الان دیگه عادت میکنی واقعا دیگه عادت میکنی اولش که خب حالا خدا رو شکر من جزء اون دسته بازیگرایی هستم که حالا خیلی کسی بهم آره کاری نداره نمیذارم یعنی منم خیلی کاری دم پیج دم پیج وایسادی خیلی کاری به کاری کسی ندارم، ولی چون من خیلی آدم شاید بشه گفت محتاطی ام، خیلی کارهایی که میکنم و خیلی با دقت و وسواس انتخاب میکنم، برای همین پای کاری که میکنم خیلی وای میستم و اگر که بخواد کسی به اون حریمم تجاوز کنه دیگه اون وقت من اون آدم محتاط نمیدونم خجالتی نیستم، اون وقت دیگه اون رومه. خب پس تا اون رو ندیدیم فعلا بریم بخش ببینیم. نه اون خیلی سخت میاد بیرون. بریم یه بخش با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم با دوستان عزیزم ادامه میدیم. سلام، عیدتون مبارک. امشب شب چهارم برنامه است، ولی من نمیدونم شب چندم عید قراره پخشه، ولی امیدوارم که حالتون خوب باشه، عیدتون مبارک باشه. میخوام یه خود راجبه بابا بزرگان باهاتون صحبت کنم. بابا بزرگای من خیلی خیلی آدمای عجیب بودن هر دوتاشون. یکیشون از این جهت خیلی عجیب بود که خیلی عمر کرد، یعنی 107 رو که رد کرد فوت کرد، بعد تو خصمش میگفتن که مرحوم مثلا هرچی خاک ایشون باقی عمر شما باشه، ما گفتیم آقا این اصلا 30 آخر داشت خاک ما رو زندگی می‌کرد. بعد این همیشه پیر بود دیگه تقریبا، یعنی هر موقع هر کی دیدش پیر بود، هیچ کس جوونی اینو یادش نمیومد. ما یه فامیل داشتیم خیلی پیر بود، میگفت این بابا بزرگ تو زمان انقلابم پیر بود. بعد این پیر بود رفته بود ننه بزرگمو که بچه بود گرفته بود، ننه بزرگم در اثر کهولت سن مرد، این هنوز زنده بود و هنوز پیر بود. یه حالا امیدوارم متوجه عمق فاجعه شده باشه. داستان ازدواجش با ننه بزرگم خیلی عجیب بود دیگه. قدیم خب الان مثل الان نبود دیگه، قدیم مثلا الان چیری الان مثلا میرن نمیدونم 6 ماه با هم کافه فقط میرن و 2 سال با هم زندگی میکنن تا خلق و خوی هم سر در بیارن، بعد تازه تصمیم میگن که ازدواج کنن. قدیم اینجوری بود که مثلا بچه تو خونه نشسته بود داشت عروسک بازی میکرد، یا مثلا باباش میاد میگفت دخترم از این بعد خونه این آقا عروسک بازی میکنی. خیلی ساده بود همه چی. مام بزرگم هم تعریف میکرد، میگفتش که من بچه بودم یهو دیدم یه روز بابام با یه پیرمردی اومد تو، گواهشم این شوهرته از این به بعد. منم گفتم خوشبختم اکرم هستم، امیدوارم لحظات خوبی رو کنار هم دیگه سپری کنیم. بعد لحظات خوبی هم کنار هم سپری نکردن و مام بزرگم مرد. بابا بزرگم خیلی ناراحت بود از این قضیه و میگفتش که من فکر نمی‌کنم که یه نفر پیدا شه بتونه جای اکرم رو برام بگیره، ولی اگه دو نفر پیدا شن خیلی راحت میتونن جاشو بگیرن. بعد برده بودنش خواستگاری، اون خانومه که رفته خواستگاری بهش گفتش که آه هدف شما از ازدواج چیه؟ گفت من هدفم اینه که به کمال برسم. کمال 3 تا زن داره، من 2 تا کم دارم. خیلی آدم عجیبی بود خدا بیامرز. بعد این زنه رو گرفت، یه دونه زن اون زنه هم برد، باز این هنوز زنده بود. یه دونه زن دیگه هم گرفت اون زنه که مرد، یعنی اون زنه که مرد رفت یه زن دیگه گرفت. بعد اون یکی زنه هم مرد باز می‌خواست یه زن دیگه بگیره. عموم هم مرد می‌خواست یه زن دیگه بگیره. گفتیم با
تو بدعادت شدی مثل اینکه این اصلا یه چیز دیگه است جریانش. ولی در کل مرد خوبی بود واقعا. تنها بدش این بود که عاشق مادر بزرگم بود دیگه. تمام عمرش عاشق زن خودش نه، اون یکی مادر بزرگم بود. ول نمی‌کرد اصلا. حالا اون یکی با بزرگم بهتون بگم. دیدید میگن دود از کنده بلند میشه؟ این با بزرگم واقعا کنده بود. یعنی 15 تا بچه داشتن. 15 تا با مثلا از سر زمین میومد میگفت واش خودم خیلی دستنها هم سر زمین. سر بچه 11 هم مثلا گفت دستنها هم. بود بهونه برای چی میاری 11 تا بچه داری دیگه. بعد ببین اینا رو نگاه میکردی شناسنامه‌شون مثلا 3 تاشون تو یه سال بودن. اصلا از نظر علمی چنین چیزی نمیشه، امکان پذیر نیست اصلا. شما قابله رو تصور کن داره بچه رو به دنیا میاره، مثلا میگه ای مبارکه دو قلوه، بعد ماموزی هم گفته نه اونو 5 ماه حامله هم، اون کاله، اونو بذار سر جاش. بعد قابله خیلی آروم دایی اکبرم و بغل دایی اصغرم رد میکرده. بعد الان اینجوریه که مثلا خانم‌ها زیاد تمایلی به بچه‌دار شدن ندارن دوست دارن. مثلا میگه نه هیکلم خراب میشه، همین تعداد بچه‌ای که داریم کافیه. بعد شوهر میگه ما اصلا بچه نداریم، میگه خب همین کافیه. اون موقع خود آقای خانم میخواسته میرفت سر زمین میگفته حاجی خیلی دستم. بیا فکرامونو بریزیم رو هم یه کاری بکن. بعد میگم دود از کنده بلند میشه، بچه 15امی واقعا با بزرگم دود بلند میشه. امیدوارم سال خوبی داشته باشید. Thank you.
خیلی ممنون سینای عزیز، سینا زوکایی عزیز با موسیقی که به همراه خانم یلدا صمدی عزیز اجرا کردن. معرفی بکن نوازنده مهمانمون سینا جان. بله دوست خیلی خوبمون آقای امین قیاسی عزیز، یه دست به افتخارشون بزنید. نوازنده کاخون ممنون ممنون، مرسی بچه، خوش اومدید. مرسی خانم. یکتا جان شما اصالتا کجایی محسوب میشی؟ خارجی. آه پس ایرانی نیست. بالاخره ما یه مهمون خارجی هم در برنامه همون داریم. من اصالتا تهرانی هستم، ولی به دلیل اینکه من پدرم نظامی بودن و من چند سال اول عمرم رو توی کردستان سنندج بودم، هر واقع من بچه که بودم بهم گفتن کرد بچه، چون کودکیم رو اونجا گذروندم. خیلی کرد دارم، دوست دارم و ولی اصالتا تهرانی. اصالتا تهرانی. اگر پیشنهاد بدی کارگردانی که همیشه آرزو داشتی باش کار کنی، بهت پیشنهاد بازی بده، همزمان منوچهر هم ازت بخواد توی یکی از کاراش بازی بکنی و براش مهم باشه، کدوم انتخاب میکنی؟ یعنی اصولا این داستان حرفه‌ای بودنه تأثیر میذاره؟ آره مهمه. منوچهر رو انتخاب میکنم به دلیل اینکه در زمینه حرفه‌ای چون نمیذارم خیلی... بره. نه واقعا خیلی همیشه اتفاقا مشوق منه که من با کسای دیگه هم کار کنم. واقعا حقیقت ماجرا اینه که خیلی همیشه من تشویق میکنه و من اصولا از زمانی که با منوچهر ازدواج کردم شاید اخلاق حرفه‌ایم شاید خیلی بهتر شده، ولی به دلیل اینکه خیلی چیزا بهتر شده به شکل حرفه‌ای واقعا بهش احساس ادای دین میکنم و اگه احساس بکنم واقعا نقشیه که من میتونم کمکی بکنم و مؤثر باشم، چون گاهی پیش اومده که مثلا بعضی از نقشا رو بهش گفتم من احساس میکنم نه واقعا این نقشو مثلا نمیتونم بازی کنم یا مناسب من نیست، حالا دلایلم هم کاملا حرفه‌ای بوده، حالا یا قبول کرده یا مثلا گفته که خودت میدونی، چون ما مناسبات کاریمون واقعا این شکلی، خیلی حرفه‌ای به من پیشنهاد میده، منم حالا خیلی حرفه‌ای باید جواب بدم، ولی به دلیل اینکه خیلی از نقش‌های مهم زندگیمو منوچهر این ریسکو کرد و به من پیشنهاد داد و اون احساس دینی که دارم و احساس میکنم که در قیاس با هر چیزی کار منوچهر انتخاب میکنم. خب بسیار عالی. انتظار این جوابو نداشتم، فکر میکردم که بگه نه اون کار. من حالا خودم نه تنها یک تا، بقیه بچه‌هایی که با من کار میکنن، مثلا صدا بردار، فیلم بردار، حتی دستیارا یا حالا بازیگرایی که اگه سر کار برن با من مشورت میکنن، اینها اگه همزمان با کار خودم یک کاری باشه که فیلمنامه، نقش، حالا چه در مورد یک تا چه بچه‌هایی که واقعا مثل بچه‌های خود من میمونن، احساس کنم که کارگردان بهتریه، نقش بهتریه، موقعیت میتونه پیشرفت براشون داشته باشه، یعنی به اصرار من میفرستمشون سر کار دیگری که بهتره. واقعا این رو آره قطعا سلام فیلمی باشه که به یک تا پیشنهاد بشه ببینم فرصت بهتریه براش، اگر پیش من حالا همزمان فیلمی باشه که بخواد تکرار بشه یا موفقیت کمتری نصیبش بشه، واقعا به اصرار میفرستمش اونجا کار کنه. البته که خودش تصمیم گیرنده است و واقعا هم راست میگه، اکثر کارهایی که ما میکنیم یعنی مشترک با هم انجام دادیم کاملا برخورد حرفه‌ای بوده، بیا بر من بازی کن یا به خاطر تو میام، واقعا اینطوری نبوده و همیشه هم خدا انتخاب خودتون بوده، انتخاب هر کسی که بح. پیشنهاد داده و دیده میخوره اون نقش رفته بازی کرده. بح. خیلی رابطه مهم نبوده. بچه ها دخترتون بیشتر مامانی یا بابایی؟ منوچهر که خیلی آره. سوفیا بالشش اینجاست، اینجوریه، یعنی در این حد میاد اینجا سرش میزنه اینجا. کلا دخترها میگن باباین، بابا و دختریان. بابا و دختر. دختر که آره توی این سن سال عدالت، دو سالگی، سه سالی تا چهار سالگی، خیلی به مفهوم واقعی خب متوجه مقوله پدر یا مادر نیست، اون عادته، ولی پدر یا مادر وقتی بچه دار میشن تازه میفهمن که چه مسئولیتی و تازه آدم قدر پدر مادر خودش رو میدونه. بله. چی از زبون دخترت حالا شنیدی که سورپرایزت کرده؟ اولین کلمه‌ای که سوفیا گفت پیدر بود. پیدر معروفه دیگه. خوشگل پیدر می‌نویسی؟ آره من می‌نویسم. خوشگلم من گذاشتم، خوشگل پدر یعنی خوشگل بابا. ولی اولین واقعا کلمه‌ای که تو زندگی گفت پیدر بود. برای همین برای من خیلی جذاب بود و
چقدر بچه ها تو زندگیتون تأثیر گذاشتین؟ یعنی تا زمانی که آدم بچه دار نشده خب به قول تو شاید اون حس رو نداشته باشه، اما واقعا چقدر تأثیر گذاشت تو زندگی مشترکتون حضور صوفیا خانم؟ من واقعا فکر میکنم جهان آدم اصلا فرق میکنه، یعنی حتما خیلی از پدر مادر رو با من موافق باشن، اصلا زندگی آدم واقعا خلق و خوی آدم، شرایط آدم، همه چی تغییر میکنه دیگه. و من خودم مثلا کسایی که منو از قبل جوانتر بودم باشون کار کردم یا من معاشرت داشتن دیدن، به شدت میگن چقدر تو مثلا آرومتر شدی، چقدر مهربونتر شدی، برای اینکه واقعا بچه آدم رو صبور میکنه. با دیگران البته، با شما نه همچنان. واقعا بچه آدم رو بزرگ میکنه، یعنی یه بخشیش اینه که فکر میکنی تو داری بچه رو تربیت میکنی، بزرگ میکنی، بچه هم همونقدر میتونه روی آدم تأثیر بذاره، دنیا آدم تغییر میده. بله واقعا همینطوره. امیدوارم که همیشه همینجوری کانون خانوادتون گرم باشه و همیشه شاد باشین و سلامت باشین. مرسی از اینکه یه چیزی من بگم خداحافظی کنم. نه آره قبلش بگو یه نکته که راجبه زوجهای جوان میخوام بگم، کسانی که تازه ازدواج میکنن، جوان منظورم سن نیست، خیلی مد شده ما ازدواج کنیم ولی بچه نمیخوایم. همیشه هم حالا ما قبلترها میشنیدیم بچه تا خودت بچه دار نشی متوجه نمیشی، چیزی نیست که بشه بگی. وقتی که بچه دار میشی واقعا متوجه میشی که عجب جمله ایه، و تا بچه دار نشی متوجه نمیشی که چه چیز عجیبی. خیلی شنیدم اینو از بچه‌ها، ولی واقعا ولی خیلی از متاسفانه زوج‌ها ازدواج میکنن و وای بچه‌مو میخواد چی بشه تو این شرایط، تو این فلان، تو این فلان. ما چی شدیم؟ به دنیا میای زندگی تام میکنی، بالاخره ما همونطور که ما یه امانتی بودیم، یه فرصت یه زندگی رو برای آدم جدید، ولی واقعا همه چی رو عوض میکنه. یعنی تو محبت نسبت به همسرت، محبت نسبت به پدر مادرت، محبت نسبت به همه، و یه حس مسئولیتی به تو میده که واقعا عوضت میکنه. نکته خیلی مهمش، حالا همه بچه دارن، نکته مهمش اینه که تا وقتی ازدواج نکردی، حتی ازدواج میکنی، تا وقتی بچه دار نشدی، خیلی متوجه گذر عمرت نمیشی، قدر لحظات عمرتو نمیدونی. چون مثلا تو از 20 سالگی 25 سالگی شاید تا 50 سالگی بتونی حالا فیزیکتو، جوونیتو، حالا با این عملهای زیبایی که اومده تا حدود زیادی حفظ کنی خودتو، ولی وقتی بچه دار میشی از یه ماهگی تا سه ماهگی متوجه رشد میشی و همینطور متوجه میشی که چجوری عمر زمان داره میگذره. حالا اگه باهوش باشی دیگه قدر لحظات رو میدونی، قدر عمرت رو میدونی. این خیلی خیلی با برکته و خیلی با ارزشه. امیدوارم حالا زوجهای جوانی که ازدواج کردن و نگرانن، نگرانی رو کنار بذارن و بچه دار بشن و لذت واقعی زندگی رو بسیار عالی بچشن. بسیار عالی. واقعا به نظر من خیلی دوست دارم بشنون از زبون کسایی که خودشون این تجربه رو دارن و ازدواج هم کردن و بچه دارن نشدن. خیلی حالا به ما یه پولی دادن گفتن اینا رو بگو منم دیگه تبلیغ کردی، فرزند بیشتر زندگی بهتر. واقعا خیلی جدی بچه‌ها، خیلی ممنونم از اینکه ممنون دعوت من و بچهای منو بشناس و قبول کردین امشب اینجا بودی. من که کلی کیف کردم، خیلی وقتم بود ندیده بودم تون به خاطر شرایط کرونا و خیلی خوش گذشت به من. ماسک بزنی میتونی بری خونه ما؟ ماسک بزنم میتونم دیگه. حالا این آره چون بچه کوچیک هم داریم. بله 100%. ما هم دعوت کنیم میایم با ماسک میایم، نگران نباشید، بهونه نمیتونید. من باورت نمیشه، منو چرا از 5 6 ماه پیش که از سفر اومدم تا حالا مامان اینا رو ندیدم، به خاطر اینکه جرئت نمیکنم با این شرایط برم ببینمشون. واقعا آدم میترسه، میدونی همش هم کار ما یه جوریه که بالاخره بین آدماییم و خطر هست. سخت واقعا. ان شاء الله هر چه سریعتر این داستان بگذره بتونیم دوباره به اون رفتارهای عادی اجتماعیمون برگردیم که دلمون خیلی تنگ شد. ممنونم ازتون. تشکر میکنم از همراه اول، اسپانسر برنامه، که یه قرعه‌کشی هم همراه اول داره در پیجش. خیلی کار خاصی نباید بکنید، فقط باید فالو کنید پیج همراه اول رو و هر شب در قرعه‌کشی همراه اول شرکت میکنید. جوایز نقدی زیادی هم هست که امیدوارم شما برنده این جوایز باشین. از خانه مبلمان سام هم تشکر میکنم به خاطر مبلای بسیار زیباشون که در برنامه ما هست، و همینطور شرکت کیمیا هنر بعدی به خاطر سازهای بسیار زیباشون که بچهای نوازنده ما از سازهاشون استفاده کردن. به رسم یاد بود هدیه ناقابلی از طرف
همراه اول تقدیم به شما میشه. ایشالله که استفاده بکنید و ببخشید. نه نه بفهم بشینید. ما با هم خداحافظی میکنیم، نه در کنار هم خداحافظی میکنیم. اصلا اونجوری لطفش بدون شما بین میره. بفرمایید با دوربین منو بشناس، با دوستان خداحافظی بکنید. خانم بفرمایید. میدونم سال سختی بوده برای همه، هر کسی به اندازه خودش واقعا سختی ها رو تحمل کرده. امیدوارم که، یعنی در واقع سالی که سپری کردیم، امیدوارم که این سال جدید واقعا کمی از مشکلات کمتر بشه، کمی از این باری که روی دوش همه هست برداشته بشه و هممون بتونیم لبخند همو توی سال جدید ببینیم. امیدوارم. به امید خدا. من خیلی خوشحالم که ما به فینال راه پیدا کردیم و همه رقبا عاشق مسابقه است. نکته ای که مهمه اینه که واقعا آرزوی خوشبختی و آرزوی سلامتی برای همه مردمان جهان دارم و با امیدی که این بیماری ریشه کم بشه و بتونیم قدر یک بار دیگه در واقع دور هم جمع بشیم. کرونا همه با همه بدیهاش یه درسی به ما داد، درسی که به ما داد که قدر همدیگر رو بدونیم، قدر اون دور همیایی که خیلی سر خیلی چیزهای کوچیک، سر خیلی مسائل پیش پا افتاده گاه هم به جون هم میافتادیم، روابط دوستانمون رو قطع میکردیم. واقعا یه جایی یه اتفاقی افتاد، من با یکی جره بحث هم شد، یک شخص سومی اومد گفت منوچهر واقعا هیچ خبری نیست، واقعا خبری نیست، زندگی در این حال که با ارزشه. بعد قدر تک تک لحظاتش رو دونست، از یک زاویه هم خیلی بی ارزشه برای اینکه رفاقت ها بین بره، برای اینکه این صمیمیت، این دوستی و این دور همی ها بخواد به هم بخوره. امیدوارم که همه کنار هم از حضور و وجود هم لذت ببرن و امسال هم سالی باشه که برای همه اتفاقات خوب بیفته. به امید خدا. خیلی ممنونم ازتون بچه ها. ما همچنان هستیم با بخش بعدی برنامه با مهمانان جذابی که قراره به ما اضافه بشن و میدونم در کنارشون خیلی بهمون خوش خواهد گذشت. از دوستان عزیزم خداحافظی میکنم و به امید دیدارتون. خیلی هم ممنون. یه دست به افتخار بچه ها بزنید. کاری نمیشه کرد برای موندنت، گذشته از من و گریه و التماس، قلبم واسه توه هر جای بری. کاری نمیشه کرد قلبت منو نخواست، کاشکی جمله بود که معجزه می کرد، می شد با گفتنش عوض بشه حالت. کاشکی می شد منو قانع می کردی تا وقتی داری میری نیام دنبالت. برای تو بمیرم و زنده بشم، به پای تو گریه بشم، خنده بشم، اصلا دیگه فایده نداره خواهشم. تو داری میری اسم تو رو فریاد بزنم یا نزنم، از دیدنت دل بکنم یا نکنم، اصلا دیگه واسط مهم نیست بودنم. تو داری میری، تو داری میری، تو داری میری. احساس بینمون، روزای خوبمون، بی تو گذشتن از راهای بینشون، تعریف عشق تو برای دیگرون، تنهایی منو دنیای بعد تو،
فکر همیشگیت، عشقای بی هوا، وقتی که خستم از دست نبودنت، چی از دنیا بخوام. برای تو بمیرم و زنده بشم، به پای تو گریه بشم، خنده بشم، اصلا دیگه فایده نداره خواهشم. تو داری میری، اسم تو رو فریاد بزنم یا نزنم، از دیدنت دل بکنم یا نکنم، اصلا دیگه واسط مهم نیست بودنم. تو داری میری، تو داری میری، تو داری میری. تقدیم به شما. خیلی مخلصیم رفقای عزیز من، گروه دوست داشتنی 7 که همتون میدونن با کاراشون کلی خاطره دارین و امشب مهمون ما هستن. آقا مخلصیم، خیلی خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. عالی. شما رو اینجا باید فقط هم دیگر ببینیم دیگه. دیگه کرونا شده بود دیگه، همینش هم یادش بخیر. چقدر کنسرت های هم میومدیم فرزاد، ما می اومدیم، تو می اومدی. چقدر دلتنگی کنسرت الان زیاد شده توی ما. میدونم که دوباره درست میشه. ان شاء الله هر سال نو مبارک آقا. بله، آرش شما بفرمایید با دوربین که با مردم صحبت می‌کنم. درود به همه شما، سال نو مبارک. ان شاء الله که سال خوبی باشه. فرق نمی‌کنه کرونا باشه یا نباشه، باید انرژیمون رو حفظ کنیم، با هم دیگه انرژی‌های خوب بدیم. چون ما که نمی‌دونیم چه اتفاقی قرار بیفته. شاید یه اتفاقی دیگه بیفته، ولی امیدوارم همش خوب باشه. ولی به هر حال باید با هم دیگه انرژی خوب بدیم. بسیار عالی. منم سال نو رو تبریک میگم واقعا. امیدوارم که حال همه خوب باشه حداقل تو این لحظه، و مطمئنم که بالاخره من دوربینم پیدا کردم. مطمئنم که بعد از این کرونا حتما اتفاقای خوب میفته. من واقعا قلبا اعتقاد دارم به این قضیه. سال نو همه مبارک. ان شاء الله. امیدوارم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزم، چه داخل ایران چه خارج از ایران. بله. برنامه رو میبینن. سال خوبی برای همه آرزو میکنم. یه سال دور از مشکلات اقتصادی، دور از کرونا، دور از همه اتفاقات بعد. حالا همه چی امسال نخواه دیگه، امسال یه دارش اینجوری میخواه که نمیشه دیگه. اون احتیاج به سوپرمن داریم. پارسال هم کردم نگرفت، میشه که امسال محقق بشه برای همه. بچه ها چه خبر؟ سالی که گذشت توی حالا کرونا و نبود کنسرت چه جوری چی کارا کردین؟ خواب بودیم خونه کلن خوابیده بودیم. نه جدی بابا، واقعا مشغول بودیم. یه فیلم کامل کنسرت آماده کردیم. به به، با یه صدای کاملا واقعی که به دستمون رسید، و شاید مثلا هر هنرمندی یه بار در زندگیش این اتفاق بیفته و یک اجرایی رو داشته باشه که صدا و تصویر همه واقعی خوب باشه. بله. و این اتفاق برای ما افتاد. اون آماده کردیم فرزاد جون. از 20 آهنگی که حداقل امیر جزو آهنگای خیلی خوبشه و ما خیلی دوستش داریم، 3-4 تاشو تقریبا با کیارش جون کار تنظیمش رو انجام دادیم. داریم میریم سراغ کلیپاش. کاری هم به کرونا نداریم، چه باشه چه نباشه. قرار شده که هر 3-4 ماهی حداقل یه دونه کار خوشگل بدیم. بسیار عالی که میگید بالاخره طرفداراتون چند ساله داریم این آره میخوام اینو بپرسم. حالا سوالای دیگه میذارم چون صحبتش شد بگم. یه ذره قول میدین و وعده میدین به طرفداراتون و بعد بدقولی میکنین، چیه داستان؟ حالا خیلی ها وعده میدن عمل نمیکنن و فقط ما نیستیم. حالا ما کسی موزیک گوش نکنه و معیشت مردم کاری نداره، اون وعده های اصلی رو آره دیگه. حالا شما چیزای خوبه وعده هاشون رو عمل کنن، بعد ما چشم آهنگمون رو. ولی خب درسته، حق با شماست، فقط به خاطر حساسیت هامونه واقعا. فرزا جون همه موزیسین رو دارن، خودت هم حساسیت هم خودت داری. اینی که ما 3 نفر بودن ما از یه بابت های خوب، از یه بابت های هم تو کار یه مقدار خب زمان بر میشه بعضی چیز. اسم گروهتون اول کیمیا بوده، چرا تغییرش دادین و این فلسفه 7 هم که احتمالا گفتین؟ آره من از همه چی خبر دارم. کیمیا بوده ولی من توضیحاتشو خواهش میکنم آرش جون بده. من بگم کامل‌تر میگم. ببین فرزاد جون، اون موقع ها ما همیشه عاشقی بودیم که بریم رو استیج.
خودمون نمیخوندیم، ولی برای خواننده‌ای که دوستامون بودن آهنگ میساختیم. امیر آهنگ میساخت، کیارشون میساخت، من میساختم. عاشق استیج رفتن بودیم دیگه. اومدیم یه گروهی رو یه اسمی انتخاب کردیم و با دوستامون که نوازنده بودن یه گروهی درست کردیم به نام گروه کیمیا. بعد که اومدیم کنسرت بذاریم بیشتر از 500 نفر بود سالن، گفتن شما باید اسمتون به ثبت برسه و یه گروه دیگه به نام کیمیا اون موقع بود. گفتن حالا انتخاب کنید اسم دیگه باید انتخاب. ما خیر مثلا ناراحت شدیم، این اسمو باش مثلا چند تا برنامه گذاشتیم دیگه. من به خاطر اینکه واقعا این ریتم هفت ضربی و این اعجاز عدد هفت و واقعا دوستش داشتم، مقدس بودنش، هم بچه‌ها واقعا دوست داشتن، هم من. وقتی که با هم صحبت کردیم دیدیم که چقدر اتفاق نظر داریم راجع به اسم هفت. رفتیم به سب برسیم، گفتن شما مگه هفت نفری؟ هم هنوزم خیلی سوال میکنن مگه شما هفت نفری؟ میگم نه، این یه اسمه به خاطر اینکه برای ما خوشیام. و این که چقدر الان فکر میکنی که اگه برگردی به عقب و اسم گروهتون همچنان قرار باشه کیمیا باشه، سون رو انتخاب میکنی یا کیمیا رو؟ تو موقع گفتی ناراحت شدیم که دیدیم من هزار در هزار سون رو انتخاب. شما هم که ما اسم گروه رو تغییر دادیم احساس کردیم هر سه نفری که یه مثلا راه افتاد، یه راهی برای کارمون باز شد، خیلی اتفاقات خوب افتاد، کارهایی که از اون موقع ساختیم رنگ و بوش اصلا. حالا یه چیز جالبه این که خب من اول با چند تا از دوستام که اصلا بچه‌ها، امیر با ما بود، آره، امیر بود و چند تا از دوستای ما یه گروه دیگه‌ای داشتیم اصلا. بعد ما توی صدا یه اجرایی گذاشتیم، برای صدا به مشکل بعدی بخوردیم، یه سالن خیلی بد نیست، نمی‌تونیم صدا رو در بیاریم. من اومدم از آرش خواهش کردم که آقا اگه تو برنامه چیه بیا به ما کمک کن، ما اینجا تو صدا موندیم، اجرامون هم داره شروع میشه دیگه. آرش اومد و با هم دیگه خلاصه اون شب رو جمع جور کردیم تو اون فضا، هی کانکتای با هم دیگه داریم، دیدیم آقا چقدر خوبه که بتونیم این کار رو مثلا با هم دیگه انجام بدیم. شاید مثلا یه جورایی جرقه های سون اونجا توی اون سالونه خورد. اون بعد رفتی دانشگاه می اومدی، عصر می اومدی با هم ساز میزدی. آره خدا اونا رو دیگه واردش نشد. 1500 بار اونا رو فکرم گفت چه عصبی شده. مردم دوستانم بشنون بچه با هم دیگه دعواتون میشه توی کار تابلوی میشه ها، ولی یعنی طبیعیه اصلا. پنج بوکس هم همراهم هست همیشه با پنج بوکس. آره اگه مشکل برامون حلش میکنیم اینجوری. ببین یه بار واقعا این که میخوام بگم فرضت واقعی یعنی امیدوارم تکرار نشه، داشتیم کنسرت چیز بود دیگه، اجرای خودمون بود واسه همین برج میلاد. آره دیگه، آره دیگه، کنسرت برج میلاد بودش نزدیک به از کرج دعوا دیگه، از اون اول بلند. آره دیگم کدوم داد و بیداد بود، امشب خوندیم بشه واقعا. دقیقاً داد و بیداد رسیدیم که از اون گیته که رد شیم که دقیقاً جلوی برجه دیگه وایسادیم اونجا، باید تیکت بدی دیگه بگیری که چیز حالا معرفی کنی بری تو و اینا. وایساده بودیم اینجوری آرش، مثلا فکر کن که آرش اینجا، من عقب، آرش هم پشت فرمون. بابا تو میگی اینجوری فرمون، از اون من از اون پشت چیز میگفتم صداها تو هم دیدم فلان. این به اون میگه تو برو بیب دانا فلان اون تو بیب، من بیب میذارم دیگه رفتن بچه ها همه با بیب آشنا. تو چیز بدی نبود حالا بیب بیب بود که میگه، اصلا گفتم بابا جفتتون بیب، برگشتم دیدم یه خانومی اوه میشه با ما عکس بگیری. ببین بنده خود ترسیدم، شیشه پایین بود، نگو تو اون دو سه دقیقه اونجا وایساده بود منتظر بود ما ساکت بشیم. همین الان که گفتم یعنی یه حالتی شدم خیلی بد شد، خجالت کشیدیم. برای همین دعواتون حداقل دیگه تو نه هیچ فرقی نمیکنه، دعوا هم ادامه میدی. ببین ما هیچ وقت دعوا سر اتفاقات شخصی نداریم، کاری هیچ وقت، فقط سر آهنگا دعوا میشه. کیارش تو چون این دو تا داداشن چیز نداری که دلیل نمیشه داداش باشن، ولی اینجوری نیست. نه میخوام ببینم تک نمیافتی تو نظرها یا اصلا ما سه تا برادر، ما خودمون هفت تا داداشیم، اصلا فرق نمیکنه. ولی خب بالاخره اختلاف نظر ببین، آخه نه یه چیزی رو من خودم پذیرفتم. ببین مثلا کاتگوری موزیکایی که بچه‌ها با هم دیگه از بچگی با هم گوش کردن و بزرگ شدن یه کاتگوری بوده. من خب مثلا من داداشم نوازنده است کوروش، مثلا ما یه بله موزیکای دیگه گوش می‌کردیم با هم، بعد یه جایی با هم دیگه بس شدیم. خب بالاخره عقبه آهنگا با هم دیگه فرق کنه، هر کس تمام کسایی که موزیشنن یه عقبه‌ای دارن از اون گذشته‌شون، یه موزیکایی برمی‌دارن توی ذهنشون، موزیک جدید می‌سازن. بالاخره اینا دنیای بچه‌ها با من، با اینکه خیلی نزدیکیم ولی تفاوت‌های خودش رو دونه. آره آره، اینه که خیلی وقتا اختلاف نظر هم داریم، اصلا هم عجیب نیست.
من اصلا خوشحالم وقتی که مثلا در رو بحث میکنی، یعنی که هنوز دغدغه داری واسه این گروه. تا وقتی که این اتفاق میفته باید خوشحال باشی. اصلا جر و بحث کردن در گروه که چیز طبیعیه، بالاخره باید به نتیجه ای برسیم. بچه‌ها کنسرت آنلاین داشتین تو دوران کرونا یا میخواین داشته باشین؟ و اینکه ادامهش نظرتون هم بگین راجع به کنسرتایی که برگزار شد، چون یه سری نقدا شد که یعنی مردم یه سری ریاکشن ها داشتن که آیا کنسرتایی که مثلا ضبط شده و پخش میشه چرا بلیت فروشی میشه؟ اصلا اصولا یک راهی برای ارتزاق درآمد مالی برای هنرمندان کشور در زمینه موسیقی وقتی که بسته شده در زمان کرونا و هیچ گونه حمایتی هم نمیشه، آیا این بلیت فروشی درسته یا نه؟ یعنی از کنسرت آنلاین بگید یه تک بیایم جلو ببینیم به این نظرتون هم برسیم. فرضا جون هیچ اشکالی نداره اگر هنرمندا وقتی که یک ساله که هیچ درآمدی ندارن، حالا ما هیچی، من و شما خواننده هیچی، اصلا ما بریم به کنار، بحث خودمون نیست، یه تعدادی نوازنده هستن که اونا باید زندگیشون از چه راهی بگذرونن، خانواده دارن، آیا از این مبالغ زیادی که هر روز براشون ریخته میشه که نمیریزن، بیمه و وام و اینایی که میده، از کجا باید زندگیشون؟ یک نوازنده حرفش، موزیسین حرفش اینه، نباید و نمیتونه کار دیگه ای انجام بده، بس از چه راهی باید زندگیشو که اونم این روزا که همه چیز صد برابر داره میشه، همینجوری داره میره بالا، هیچ کس هم نیست بتونه جلوشو بگیره. پس چه جوری باید اینا زندگی کنن؟ چقدر ما میتونیم هوای نوازنده امونو داشت؟ تو چقدر هوای نوازنده هاتون میتونید داشته؟ تلاشمون رو کنه، ولی واقعا دیگه حدی یه عده اگر پول در آوردن، اگر یه عده راضی بودن که این بلیطا رو خریدن، خب راضی بودن، اونی هم که دوست نداره بلیط نخریده. ما خودمون نداشتیم همچین کنسرتی، ولی تکذیب نمیکنیم که چرا این کارو کردن، چون هر کسی واقعا در اون شرایط اصلا نمیخواین کنسرت آنلاین بذارین. فرضو بگیر که کرونا مثلا خدایی نکرده، بله، یک سال دیگه ادامه پیدا کنه، این نبودن در استیج حتی به شکل آنلاینش فکر نمیکنی ضربه میزنه به هم خودتون هم طرفداراتون؟ وقتی نمیبیننتون، ببین این که اصلا ما داشتیم کاراش هم انجام میدادیم که این برنامه اجرا بشه، ولی به خاطر اینکه موزیکمون میخواست بیاد بیرون یه ذره عقب انداختیم، دیگه یه مسئله دیگه پیش اومد، گفتیم دیگه بعد از انشالله این موزیکه که اومد بیرون. ولی اینو میخواستم بگم که یه موزیکم تازه منتشر کردین دیگه؟ بله بله، انشالله حالا ببینیم، یه سورپرایزی هم داریم در. آره قربونت برم. این کنسرت آنلاینه چی بود می‌خواستم بگم راجبش؟ گفتی که نه چرا یادت رفت، گفتی می‌خواستیم بذاریم آهنگ جدیدو، می‌خواستیم بدیم بیرون. نه یه چیز خیلی مهم بود راجب آنلاینه می‌خواستم، حالا بذار من یادم دیگه هیچ کمکی نمیتونم کنم، میرم یه فرصت دیگه. نه یه سوال از خودت بپرسم، یه پیشنهاد بازیگری داشتی چرا رد کردی؟ با من بازیگر نیست جلو شما. نه آقا ما که خودمونم داریم درس پس میدیم، منظورم اینه که به خاطر دلیل چی بوده که رد کردی؟ حالا پیشنهاد واقعا اونجوری هم خیلی پیشنهاد جدی نبود، ولی خب در یه حدی من خودم جدیش نگرفتم راستش، به خاطر اینکه اصلا نمیبینم که مثلا موزیکمو، یعنی خودمو میدونی بازیگر اولا که نمیدونم، بعدش هم که موزیکو حالا یان ول کنم کار با بچه‌ها. از نظر من داداشم خیلی خوشتیپ به من میتونه خیلی بازیگر خوبه. آقا دست بزن. حسن آقا چه معنی داره؟ مرمونترش لعنه. چه معنی داره طرف خواننده است میده بازیگر میشه. من داری به من توهین میکنی. خواننده میرم بازیگر هم میشه. من میدونی چی میگم بچه‌ها، واقعیتش اینه که به نظر من اولا این یک علاقه است. ببین چقدر تو موسیقی رو دوست داری و حتما من خود منم دوست دارم و شما دوست داریم. من به همون اندازه از ابتدا سینما رو دوست داشتم و خب من خیلی وقت خود دارم بازی میکنم، 15 سال دارم فیلم بازی میکنم و به همون اندازه که موسیقی رو دنبال کردم باید همون اندازه هم بتونم سینما رو درست دنبال کنم، فنی دنبال کنم و که بتونم هرچی مدارج بیشتری رو طی میکنم پیشرفت بیشتری بکنم، تو اینو ببینی لمس کنی. ولی علاقه وقتی نباشه یعنی فایده نداره، چون ما نیازی به دیده شدن نداریم دیگه هممون. انقدر مردم به همون لطف داشتن توی موسیقی، خدا رو شکر. آره شماها دیگه به هر حال تو خدای خوبم اومدی جلو، یعنی از اون اتفاقاتی که توی همین 10-15 سال میگه نظر من واقعا شیبش رو به بالا بوده. به هر حال علاقه باعث میشه، ما خودمون میدونیم که تا چه تایمی اصلا نه کنسرتی بود نه درآمدی داشتیم و ممکنه حافظه مردم شاید یه سری چیزها رو فراموش بکنه، ولی ما یادمون هست که واقعا اصلا درآمدی وجود نداشت موسیقی تا تقریبا سال 90.
حالا از این فضا بیایم بیرون که خیلی هم غر نه همش غرغر می‌کنیم الان آره آقا بدبختی میشه نه حالا اینکه به هر حال برای همه مشکل هست برای ما هم هست ان شاء الله هر چه جزء آرزو بوده خیلی کار باحالی کرد آره آره من آرزو موفقیت فدات شم. لباساتون معمولا یه شکله حالا الان اینجا اتفاقی میفته تا یه سال اینجوری بود دیگه الان دیگه یواش یواش یه ذره استایل رو عوض کردیم چون دوست داشتیم دیدیم دیگه از کت شلواری و اینا اومدیم بیرون یه مثلا بعض کت شلوار نه منظورم که خیلی مثلا سعی می‌کردیم توی کت تک بود حالا شلوار بیشتر بود آره کت تک می‌پوشیدیم بود از اونایی که اون موقع حال میداد می‌پوشیدیم اون موقع خدایی هم کار سخت بعد یه سوال دارم این اختلاف سلیقه نمی‌خوردین آقا مثلا این اندازه من نیست اون چرا اینجوریه این مثلا بهم نمیاد این بعضی کار گروهی یه جاهایی باید از اون چیزی که واقعا دلت میخواد بگذری این خیلی کار سختیه اتفاقا میخوام سوال بکنم ما شما به من بگین که تا حالا تجربه کار گروهی به جز خودتون داشتین یا نه من چون میدونم جواب شما خودتون جواب بدیم و اصلا اصولا کار گروهی کردن رو در ایران چقدر فکر کنی فرهنگ جا افتاده بین هنرمندای موسیقی خیلی کم خیلی کم نظر من اینه و دیدم که خیلی کمه متاسفانه اصلا ایرانیات کمتر کار گروهی انجام میدن چرا چون تو کار گروهی باید یه حسی درونت باشه اون حس بله. باید بهت چی بگه باید بگه اون چیزی که خوبه فقط نباید برای خودت بخوای یه کار جمعی اون اتفاق خوبو باید تو من باید اون اتفاق خوبو تو کیارش ببینم اون اتفاق خوبو تو امیر ببینم واقعا خیلی از موقع ها ما ستا پیش میاد که واقعا به فکر خودمون نیستیم مثلا میگم کیارش تو این کارو بکن یا کیارش به من میگه چرا من به نظر من تو این کارو بکن تو این کلیپ این کارا تو این کنسرت اینو بپوش اینو انجام بده میبینم وقت برای خودش بعضی موقعا کم میذاره ولی برای من وقت میذاره چرا چون ما اگه خوب باشیم ستامون خوبیم بله نمیشه فقط به خودت فکر کنی کار گروهی نفر اگه بد بخونه نفر اگه بد لباس باشه یه حرکت بدی انجام بده هر ستای میایم پایین اساس تیم ورک همینه و معمولا اگه همه با هم هماهنگ باشن اون کار جلوه پیدا میکنه ولی هر کی بخواد تکروی بکنه که قطعا درست در نمیاد نگفتین کار گروهی انجام دادین تا الان گروهی یعنی گروهیم دیگه نه به جز خودتون دیگه ما اتفاقا شاید همکاری کار ما با شما انجام دادیم یه کار برات ساختیم خیلی سال پیش شانسی اون اتفاقا بسیار هم کار قشنگه اون کار خیلی فدات شدم عزیزم یادم من اون کار رو من خودم آرش خیلی حساسه دیگه خودتون میدونید به من ضبط میگرفتم اونجا فکر کنم تازه فهمید که یکی از خودش حساس 200 دفعه هر کلمه ولی بسیار آهنگ قشنگی بود متاسفانه در یه آلبومی منتشر شد که اون آلبوم جز آلبومای پرفروغ من نبود آلبوم شوک و کمتر شنیده شده و بسیار همکاری دلچسبی بود یه همکاری هم که جدیدن انجام دادیم همه با هم برای که تیتراژ برنامه ما هم هست آره برنامه منو بشناس با آهنگ منو بشناس که خب جمعیت زیادی از بچه های هنرمند و خواننده کشورم توش هستن به نظرت حضور و میدونی که چقدر سخت هم هست خب چقدر سخت هستن باید اولا یه خسته نباشید به همه بچه هایی که اومدن و همه بچه هایی که تلاش کردن که این اتفاق بیفته توی برنامه آخر خسته نباشید بگم و حالا سه تا از کسایی که در این ویدیو حضور داشتن در این موسیقی حضور داشتن هم الان پیش من هم میخوام به نیابت از همشون یه دست به افتخار همشون بزنی بچه های منو بشناس افتخار شما این تجربه و این حضور شاید به نظر من تاریکیه در هر صورت چون بله. حداقل توی این تایمی که ما به دنیا اومدیم که همچین چیزی رو من ندیدم در ایرانی ها اتفاق بیفته فکر میکنی این خوندن از صلح و نشون دادن ایران به کسایی که در خارج از ایران زندگی مثلا ایرانی نیستن با توجه به این همه تبلیغای منفی که راجع به مردم ایران میشه کار رو به جلوی بوده مثبت بوده چه جوری دیدی این کارو چه کسی دوست داره که از مردمش بد بگن آفره. حالا هر چی ما مگه میگیم اشکال نیست ما میگیم اشکال داریم من اصلا کاری به هیچ چی ندارم فقط میگم که وقتی اسم ایران میاد اسم وطنم میاد من بغض گلومو میگیره بله. چون دوستش دارم اینجا رو چون اینجا همه چیز من ایرانه دوستش مردممو دوست دارم خیلی ها میگن بابا ایرانی ها اینجوری هن ما مردم بله بله ولی شرایطه که تعیین میکنه آدم ها چجوری زندگی کنن بهترین آدم های دنیا رو بیاری بذاری توی شرایط سخت ممکنه بدترین آدم بشن که خیلی هم امکانش هست
من مردممون رو دوست دارم و شما که از ما دعوت کردی گفتی خواننده ها هم هستن، ما چون کار گروهی رو دوست داریم به بچه‌ها گفتم بچه‌ها یه کار گروهی، اسم تعدادی از خواننده ها رو آوردم که به من شما گفتی، گفتین که همچین کاری هم می‌خوایم با هم بخونیم، گفتم بلا فاصله به تو گفتم فرزاد اوکیه. بله. چرا؟ چون دوست داریم همکاری کنیم. و چقدرم قشنگه. ببین. می‌دونی وقتی اسم میونه کردم اسم ایران میاد، یعنی آقا ایران دیگه. می‌دونی وطنمونه واقعا. یعنی تمام حرفا و تمام حاشیه‌ها هر چی اسم میره کنار. برای ما کاری اگه بتونیم انجام بدیم، یکی از مسئولیت‌های ما به نظر من اینه که رو دوش ماست. اگه کاری مثبت میتونیم انجام بدیم در جهت شناخت کشورمون به خود مردممون و مردم کشورهای دیگه، این کارو باید انجام بدیم. کار هنرمنده که فرهنگسازی کنه. ما ایرانی‌ها واقعا آدمای بدی نیستیم. آدمای اون چیزایی که در مورد اون خیلی موقع تبلیغات میکنن واقعا نادرسته. مردم ما مردم بدی نیستن. مردم خوبین. من مردممون رو دوست دارم و فقط به خاطر این عشق به مردممون و همینقدر از این آهنگ میدونستیم که همکاری با یه خواننده است و همینقدر هم اومدیم تو و از اون موقع هم هیچ نه گله‌ای داشتیم راجع به اینکه کی کمتر خونده کی بیشتر خونده. تو ذات قضیه و نفسش تصویر مونه. من کمه تصویر این زیاده فعلا شکایت کردن کاری نداره ولی هیچی نگفتیم. چرا؟ چون معلومه که یه چیزایی رو دوست نداشتیم. شاید بگیم آقا اینا رو تغییر بدیم، ولی گفتیم بذار یه کار گروهی با هم چند تا خواننده رو با هم آشنا بشیم. یادگاری میمونه از هممون. به هر حال دمتون گرم بچه‌ها. دمتون گرم بشه از شما برای ملودی زیبایی فداتون بشم. مرسی. به روز صفایان. به روز صفایان عزیز. میشه همه بچه‌هایی که کمک کردن به هر صورت ایشالله که کار موندگاری شده باشه و مورد قبول مردم هم واقع شده باشه. بریم یه بخشی ببینیم. چه بخشی؟ گروه رساک قرار هست که برامون یه کار خوشگل اجرا بکنن و با هم بشنویم و لذتشو ببریم. یه دست به افتخارشون بزنیم.
عالی بود. مرسی بچه‌ها. حالمون خوب شد. گروه رستا توی این پنج شب کلی انرژی خوب دادن به برنامه ما و مرسی بچه‌ها. دمتون گرم. دمتون گرم بچه‌ها. مرسی خیلی ممنون. بچه‌ها چقدر موزیکای خوب توی مملکتمون موزیکای بابا ما خیلی موزیکامون غنیه. کردی یه دنیاست. می‌بینیم از اون اصلا آذری موزیک محلی شمال، خراسان، جنوب، کجایی؟ من بندر عباس به دنیا اومدم. بندر عباس به دنیا اومدی؟ شما دو تا بچه ها؟ من کرج، آرش تهران. کرج تهران. ولی خب ما پدرمون دیگه آذربایجانی هستیم. آذر بس آذریم. خب. میزازمزده آذری. به به. یه دست به افتخار بچهای آذری. و همینطور بندر عباسی ها. و همینطور بندر عباسی. بندریا. بندر عباس انقدر خاکش گیراست هر کی میره. موندگار میشه. تو موندگار شده که آره. دوستامون پرسیدم و نه ایشون به دنیا اومده متوجه نبوده سریع آوردنش. آره. آن برم میمونم. یه بار کار کنم من نرم بندر عباس. واقعا تا به دنیا اومدی اومدی من تهران؟ بندر عباس به دنیا اومدم. نه اون موقع مثلا دو سه روز بعدش. سه روز بعد. خب خیلی. هم خودم هم داداشم اونجا به دنیا اومدیم و بعدش برگشتیم. بندری بلدی؟ زبون بندری نه بلد نیستم بندری گفتم منظورم بندری چیز نبود رقص و اینا نه والا خود خیلی خودم نگردشتم وسط این موزیک ای من کیارش گفتم امیر آره دو سه بار داشت میرفت ولی دیدم یا حالی شد از من گرفت داشت میرفت که گرفتینه شاید خیلی عالی خب آقا یه سری سوال ازتون بپرسیم بریم دیگه سوال چی کجا بریم معلوم میخوای از اون سوال چیز سوال اینا با مزه است اینا با مزه اگه توی مذاکره ای که خیلی مهمه بخواید یک کدوم از شما رو خودتون رو انتخاب کنید بره مذاکره کنه کدومتون میری که نتیجه چی بشه اینو بگو نتیجه مهمه دیگه از طرف ستامون یعنی آره دیگه از طرف ستاتون یه نفر بخواد بره مذاکره کنه خودت مثلا با کار گرفته بشه من میرم اگه میخوای که نتیجه بگیره دیگه ملایم پیش بره خوبه حالا ببینیم بالاخره یه چیز مثبت ان شاءالله گیرم میاریم میخوای خیلی روند مسالمت آمیز و منطقی داشته باشه امیر اگر میخوای کلا به هم بخوره آرش نه دیگه تو خب نمیخوام خودم گفتم دیگه با این وضعیت تو رو بعیده بخوام احساسی ام اصلا نه واقعا بستگی داره مذاکره چی باشه مثلا نه من توضیح نده نمیخوام که اصلا به قول آقای مدیری بحثم آره تهش کیو میفرسین تهش آرش رو نمیفرسین با این وضعیت تهش ستایی با هم میریم ما چون ستایی یه نفره سه تا یه نفر اینم قشنگ بود ولی از این سوال بعدی بخواین اینو بگین دیگه قبول نمی کنم بچه ها اگه یکی بهتون بگن یکی از شما سه تا قرار گروه رو ترک بکنه و بهتون نگفته به کی شک میکنه بهمون نگفته چه سوالی همین سوالی آقا این میخواد از همینی که هست شک ندارم واقعا من دیگه حالا اینجوری گفتم ندارم واقعا نداری تو نه شما شاید مثلا اگر اشاره‌ای باشه شاید به من باشه چون که بچه‌ای که داداشن همه فکر می‌کنم من و کیارش با هم داداشی در صورتی که اینجوری داداش هستیم ولی برادر که میگن خب من و امیر قرنه میدونم یعنی ارتباطتون انقدر نزدیکه که واقعا کیارش فرقی برای خانواده من کیارش به اندازه ما عزیز همین خب خب می‌خواید در برین سوال دیگه قرقرو ترینتون کدومه من برم بشین قرقرو ترین درباره کار خب آرش حساس تره من اسمش قور نمیذارم همون منظور تو همونه دیگه باید یک کلمه جواب خواب آلو ترین اصلا یه چیزی گفتی که تابلوه یعنی فرض کلا همین الان هم خواب زیاد چشای یه چیزی خوابالو نیست کیارش سر ساعت میخوابه صبح هم زود پا میشه آدم منظم منظمه ولی ما یه خورده نامنظم عزیزم صبح پخش میکنم من صبح دارم میشم شیکمو ترین چرا به من نگاه میکنی؟ من همینجوری یهو چشم برگشت آقا اینو بگم من شاید از این دوتا بیشتر غذا بخورم ولی واقعا شیکمو آرش خب غذا خیلی دوست داره شما دوتا شیکمو اید خودش من دستپختم خوبه نه آره کیارش خیلی دستپختش خوبه تو هم من یه کار خوب کیارش میخورم مشکل نه ولی واقعا دستپخت کیارش خوبه هر ستایمون غذا دوستیم آره. ولی من و کیارش خیلی غذا رو لذت زندگیمون در خوبه غذا مشخصه البته البته مربی عزیزم بگم که ما من قرار شد رژیم بگیری آره سماق تبریز گوشه جلوی من یاد کاب کوبیده میافتادم و آقا اینو که جلوشو بگیری کلا همه چی رو به اون تعبیر خوراکی هم ندادی از ساعت چند ما رو آوردی اینجا من که بعد تایید کننده محترم بچه ها کی نقش پدر رو تو گروه بازی میکنه وقتی میخواد جو رو آروم بکنه آره خب آرش بیشتر
من زود عصبانی میشم، زودم آروم میکنم. آره سعی میکنم، چون این گروه خیلی دوست دارم، هر کاری میکنم که همه اوکی باشیم، همه همینن و نم فقط من. 100%. کیه که اگه نباشه کلا خوش نمیگذره؟ کیارش همین. نه کیارش همین. ما اینکه خب همینجا هستیم. همه خب واقعا ما ستایی با هم هستیم، واقعا حالمون خوب. مثلا مسافرت هم میریم یه نفر اون نیست، یه خورده همه اصرار داریم که بیا حالا هر جور شده. چقدر قشنگ، چقدر خوبه این ارتباطه. در واقع جل دوربین البته اینجوریه. ولی خب خوش یه جور دیگه است. میاریم حالا. بود که اینجا نبودیم بعد از این. بله 100%. کی بیشتر رویا پردازی میکنه راجع به آینده؟ آرش به نظر من. آره تو خیلی رویا پردازی. آدمی که رویا نداشته باشه، رویا پردازی نداشته باشه، رویا پردازی نداره. پردازی منظورم بوده. شاید خیلی وقتا نظر من زیاد ایده پردازی اصلا بیشتر اسمشو بذارم. یه ذره ملموس‌تره. خیلی از وقتا ایده های خوب آرش داده، خوب کمک کردیم، تکمیلش کردیم. ولی رویا همون آرزو داشتن دیگه. یعنی تو اگه آرزو نداشته باشی، خب برای چی داری زندگی می‌کنی پس؟ همه اینطوری بودیم دیگه. مثلا فرض مثلا تو میگی مثلا من دوست داشتم بچه بودم، مثلا شاید خودت تو توی سینما میدیدی. دقیقاً. هیچ وقت نمیدونستی که میخوای بازیگر بشی یا، ولی خودت تو اون پوزیشن میدیدی، آدم کم کم به سمتش حرکت می‌کنه. آدم هر چیزی که بخواد براش تلاش بکنه. هر چیزی که بخوای بهش دست یافتنیه در این جهان. 100%. مثلا داشتم تو ماشین نشسته بودم فکر میکردم که مثلا من دارم میخونم، اصلا فکر نمیکردم که اصلا من شاید بخوام خواننده بشم، هنوز موزیسین هم نبودم، خیلی کوچیک بودم. فکر میکردم مثلا من دارم میخونم و همه دارن صدای منو میشنوم، ریاکشن اونها رو میدیدم. خب مثلا شاید این یه انرژی بود که فرستاده شد. هر چیزی که فکر کنی اتفاق میفته. شکن کی سلیقه مردم رو بهتر میشناسه تو انتخاب آهنگ؟ یعنی از قبل که مثلا یه آهنگی رو داری منتشر میکنی، کی بیشتر درصد موفقیت آن رو تشخیص؟ آره امیر خودومتون یه خواننده رو دوست دارین که اون دوتایی دیگه دوست ندارن؟ یه سبکه، یه خواننده، یه موسیقی، یه خواننده، حالا نه شخص خواننده. بریم بعدی. خودمتون پیج اینستاگرام بیشتر میچرخونه؟ امیر ستاییمون سیون بند خب میچرخونیم یه جورایی، ولی خب کیارش فعالتر از ما. کامنت ها رو که بیشتر میخونه و آنالایز میکنه. کامنت ها رو من دوست ندارم بخونم. یه چیز بگین از کامنت ها که مثلا بد و خوب. نه که فکرم به خاطر اینکه چون مثلا بد مینویسن، نه همه کامنت بد دارن. اصلا این کامنت بدترین کامنتی که دیدین چی بوده؟ بدترین نه فوشا اینا، نه منظورم بدترین کامنت. خب میدونی یه جا هست واقعا به نامردی، یعنی بی ربطی که میاد یه چیزی بهت میگه، خب جوابم که نمیتونه آدم این بده. خیلی بده، این خیلی بده. من به شخص ناراحتم و اعتراض دارم. البته خدا وکیلی ما انقدر کامنت های خب برای همه هست. انقدر مردم بابا لطف دارن، کاری ندارم. چهار تا کامنت منفی رو نگاه نکن. یه چیزایی می نویسن باورت نمیشه انقدر قشنگ توصیفت کرده باشن کاری که ساختی و اصلا انرژی میگیری. اصلا بچه‌ها اگه انقدر مردم به من خودم میگم شخصا من لطف نداشتن، الان اصلا تو این جایگاه نبودیم. پس چون یکی از پست ها ازمون درخواست ازدواج شده بود از شما؟ فقط نه همون چون پست سیون من سه نفر فرمود معلوم نیست درخواست از کی بود. کامنت ها رو یه ذره نامفهومه، حالا یا بیان درستش کنن یا اسم نزده بود مثلا کیارش. من اینجا قطعا سانسور میشه. نه چرا سانسور میشه؟ درخواست ازدواج داده بود دیگه. اون آنلاین گفتی الان یادم اومد، ما گذاشتیم که استوری که آلبوم کجا رفت داداشم، یه استوری گذاشتیم که آقا کنسرت آنلاین فری همه اینطوری و اینا. بعد یکی خیلی کامنت خیلی خوشگلی گذاشت، من واقعا لذت بردم، گفت دمتون گرم حالا که این کارو کردید کنسرتا که باز بشه کرونا بره ما هم همه بلیتاتونو می‌خریم. خیلی آدم می‌دونید انرژی میگه، نه اینکه اصلا به خاطر خرید بلیت، ولی میفهمی که قدر کاری که داری میکنی. مردم خیلی متوجه رفتار هنرمندشون میشن و اینو مطمئن باش، مردم همه چیزو خوب متوجه میشن و میفهمن. بله و اینا براشون ارزشه و به نظرم وظیفه هنرمندم هست که این شرایطو درک بکنه، چون داره توش زندگی میکنه، زیست میکنه و این در کنار مردم بودنه که ماها رو میتونه موندگار بکنه، وگرنه غیر از این باشه جدا باشی طبیعتاً جزء مردم نیستی. بچه‌ها یه سورپرایز دارین، میدونم که آهنگ جدید گروه 7 تازه منتشر شده، 3-4 روز فکر کنم، دو سه روز چقدر. بله بله. و اولین بار قراره در منو بشناس برامون یه بخشیش رو به صورت زنده اجرا کنن. یه دسته باحال بزنید بریم سراغش. مرسی. We'll be right back.
مگه فکر تو میذاره به خودم بیام دوباره، فکر بر نگشت تن تو منو تنها نمیذاره، کاشکی بینمون یکی بود بهت از حال تو میگفت، خبر از دلت میآورد واسه تو حالمو میگفت، تو دیگه نیستی تو زندگیم آخه، تو تو عشق همیشگیم، تو تو موندی تو ذره ذره وجودم، کاش که اینقدر عاشقت نبودم، کاش که اینقدر عاشقت نبودم، وایستادم تو روی دنیا تا تو رو ازم نگیرن، عمرم رو به پات گذاشتم، تو منو یادت نمیاد، جلوی راه تو گرفتم، منی از تو سر نوشتم، چاره ای جز تو نداشتم، تو منو یادت نمیاد، تو دیگه نیستی تو زندگیم آخه، تو تو عشق همیشگیم، تو تو موندی تو ذره ذره وجودم. واه واه مرسی مرسی مردم خود فضا. مرسی 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 بیاین بچه ها، بیاین آقا بخون آقا بحبه آقا بحبه به شما بحبه به این کار جدید و مشکلتون یاداشو ببخشید، این اولین بار کار با هم دیگه اجرا کردی. یه توضیح بده راجع به اسم آهنگ و کاری که انجام دادین. اسم آهنگ تو 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 آره تو ملودی امیره، ملودی که ما یه ذره بیشتر بچه هم همه هستن، ترانه حمید نصرالله‌ای، حمید نصرالله‌ای عزیز تنظیمش هم آرش. شما اکثر کارها خودتون همه انجام دادین، اصلا شده مگه غیر از خودتون کسی دیگه هم انجام؟ چرا یه توی آهنگ بله دنیای بعد تو کی بوده؟ مسعود فولادی با همون کار کردن همین، ولی دیگه افتخار نداشتیم، ولی حالا شاید چرا که نه، چرا که نه. بله حتی تو اون آلبوم میکس اون کار میخوام ببینات هم سیروان زد دیگه، میخوام ببینم تو میکس و مسترش رو سیروان، میکس و مسترش رو سیروان زد، من براش فرستادم آهنگو شنید و دمش گرم خیلی حال داد، گفت من تو همین آلبوم آخر بود ها؟ تو آلبوم سومی مون. آره سومی ترکی میخوام ببینم. آلبوم فعلا خبری نی؟ آلبوم شما قدرتمندی میدی، ما تک ترک بتونیم. ما کجا آلبوم میدیم؟ فرض جان ما هر دو سال یه تک ترک میدیم، فکر کنم همینم هم دیگه. آره آلبوم بخوای بدی هر هفت سال دیگه. نه واقعا ما یه تجربه بد روی آلبوم سوم داشتیم، یعنی خودمون فکر میکردیم که این کارا بعد اقبال بیشتری بهش میشد. همین رو میخوام صحبت کنم کیارش. ببین الان یه موجی هست در عبت کل دنیا، بله. در ایران هم بیشتر که دیگه آلبوم نمیدن هنرمندا. دلیلش یکیش میتونه این باشه که خب تعداد زیادی ترک که میذاری توی آلبوم، اون اقبالی که کیارش ازش صحبت میکنه به صورت سینگل خیلی بیشتره. خب ولی این که آدم مجموعه هم نداشته باشه، من خیلی بهش فکر کردم خودم، همش بخوایم سینگل تا عوض بدیم، این در قالب یک مجموعه اگر نباشه شاید این پراکندگیه در آینده برای خودمون یه ذره ناراحت کننده باشه. بعد چند تا سینگل ترک آدم بده، بعد چند تا ترک جدید میذاره کنارش و به صورت یه آلبوم، حالا چاید با تعداد ترک های بالاتر. خیلی کار باحالی بود. تبریک میگم و البته کمتر از اینم ازتون انتظار نمیرفت. بچه‌ها تشکر میکنم ازتون. توی برنامه شب آخر ویژه برنامه در واقع منو بشناس مهمون من بودین و این یه تجربه جالبی بود کنار هم دیگه. خیلی هم خوش گذشت، خیلی هم لذت بردیم.
از مصاحبت با هم دیگه و امیدوارم مردم هم دوست داشته باشن مصاحبه ما رو، امیدوارم حرفای باحالی زده باشیم که به درد بیننده های برنامه‌مون هم بخوره. به رسم یاد بود از طرف همراه اول هدیه این آقابلی رو تقدیمتون میکنیم، انشالله که استفاده بکنیم به خوشی ازش. خدمت شما آقا، مرسی خدمت شما. یکی دیگه هم من به آقایشانش بدم کیارشون، مرسی فرزاد جون خدمت شما. ما عادت داریم که کنار همدیگه با مهمونامون میشینیم و خداحافظی میکنیم. اول خودتون یکی یکی خداحافظی بکنیم، من در آخر. مرسی از گروه رستاک و خانمای محترمی که ساز زدن و ما لذت بردیم. ما کنسرتشون نرفته بودیم ولی بچه ها خیلی ممنون، مرسی، خیلی لطف کردید. دمتون گرم بچه ها. مرسی، دم همتون گرم بچه ها، خسته نباشید. باحال بودیم، شب ساز زدیم، خوندیم، آزاد حال کردیم، حرفامونو زدیم. آره، کارهایی که هر جایی نمیتونیم بکنیم دیگه. راه انشالله که برنامه خوبی باشه، سال خوبی باشه برای هممون، حالمون بهتر باشه، حالمون که الان خوبه بهتر باشه انشالله. من هم سال نو رو تبریک میگم. همه حرفای خوشگل رو همه زدن بچه ها دیگه، ته بار رسیده. نه واقعا آرزوی سلامتی، حال خوب دارم برای همه، خوشحال باشن مردم ایران، یه ذره از ته دل بخندن، واقعا حالشون خوب باشه، حس خوب داشته باشن. عاشق همه تونین، دوستتون داریم. سال نو رو بازم بهتون تبریک میگم. سال نو مبارک باشه. من دوستم تجربه خودمونو، یعنی اتفاقی که برای ما سه نفر افتاده حتما برای تو همینطوری موسیقی زندگی ما رو خیلی عوض کرد. میخوام توصیه که نمیتونم، میخوام خواهش کنم تا میتونین بچه‌ها رو هول بدین به سمت هنر، به سینما، به موسیقی، به هر چی که دوست دارن واقعا، یعنی چون مسیر زندگیشون عوض میشه. هیچ چی فکر نمیکنم مثل فرهنگ و هنر بتونه یه مملکت رو توی مسیر خوب زندگی هدایت کنه. جمله قشنگی گفت. بله. آره. فکر نکردم همینجوری گفت. تموم کننده نبود. این خودش بالغ بعد 45 دقیقه بحث باشه. سال خوبی باشه برای همه. آرزو. عزیز دلیم. برای همه سال خوبی باشه. ان شاء الله. به امید خدا. ان شاء الله. عزیزان دلم، مرسی از اینکه ما رو تماشا کردین. ما قرار نیست که خداحافظی همیشگی بکنیم. ان شاء الله باز توفیق اینو داشته باشیم که کنار شما باشیم و برنامه منو بشناس رو ادامه بدیم. اما برای ویژه برنامه منو بشناس، این آخرین برنامه ما هست در کنار گروه محبوب 7 که امشب در کنار ما بودن. ازتون خداحافظی میکنیم. خیلی تشکر میکنم از تمامی بچه های پشت صحنه، گروه کارگردانی، گروه تولید، گروه تهیه، دوستان عزیزم در گیریم و واحد مختلف که کار کردن، گروه بسیار دوست داشتنی رستاک، عزیزای دلم که خیلی لذت بردیم از در کنارشون بودن و کلی حال کردیم. کنار همون موسیقی خوب شنیدیم، موسیقی محلی و در واقع نواحی کشورمون رو شنیدیم و همینطور همراه اول که باعث جمع‌آوری این هم آدم کنار هم شده، یک برنامه در حد بضاعتمون رو تقدیمتون کردیم. من ازتون خیلی ممنونم که این فرصت شد با توجه به شرایطی که امسال داشتیم تو کرونا بتونم با دوستان عزیزم، کسانی که کار منو دنبال میکنن، از قاب منو بشناس ارتباط برقرار کنم و امیدوارم اگه کمی و کاستی هر چیزی بوده به بزرگی خودتون ببخشید و سال نو رو بازم بهتون تبریک میگم. هر جا هستین شاد باشین، سلامت باشین، مواظب خودتون باشین در دوران کرونا که انشالله اتفاق بدی نیفته و این مرحله هم رد بشه و انشالله به امید خدا بریم سراغ روزای خوبی که قراره برامون پیش بیاد. تا درودی دیگر، بدرود. مخلص احمد.